Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dostay aziz, dar in ders kez takriban 3 saat ya 2 saat kam o 5 vaqt me girav. Durust az. Yi mukammal ma koşish kadim ki chi qadar tajribay khudum az, chi qadar yani kasay ki beginner asan, jadid asan de mazun. Yi kurs kez sirf bakhatir beginner az. Durust az, kasay ki jadid asan, و کسایی که نمیفهمن که مزون چه قسم است میخواین که کار بکنن این کورس برازون است مکمل پروپرلی تقریبا 22 لکچر است ای تمامش گفته شده اینجا ما اول یک فهرست بخوانیم برتان خب چیزی که درس دادم اینش یعنی درس است اول چیست ورس ای کامرس ای کامرس چیست دوم چیست امازون کانسپت سیوم کیست امازون ورک مدل چهارم کس امازون بزنس مدل پنجم کس پرایوت لول چیست هول سیل چیست دراپ شیپینگ چیست امازون بایر اند سلر اکاونت چیست ریکوایرمنت فور هول سیل امازون هول سیل یعنی چیزی که به امازون هول سیل کار است او چیست سپلایر کانسپت هاو تو بیلد ریلیشن ود سپلایر هاو تو کانتکت ود سپلایر هاو تو فایند هول سیلر اور دیستریبیوتر چارده کس tools concept tools چیست پانزم کس product hunting شانزه کس what is the prep center یا prep center concept prep center چیست در امازون چقدر رول داره اب دوم کس how to start how I start امازون from افغانستان این مهمترین سوال است که از من بسیار پرسان میشه حتی زنگ میزنم به خاطر از اینکه ما چه قسم میتونیم از افغانستان امازون رو شروع بکنیم درست است پروپرلی امروز انشاءالله درس داده میشه خب ما شروع میکنیم اینمی چیزا کس امیجا درس داده میشه دمی درس امروزی ویبینار امروزی اولی ای است که دوستا what is e-commerce e-commerce چیست ببینین دوستا e-commerce کس یک بزنس یک نوع بزنس است یا هر قسم بزنس است که از طریق انترنت شوه خرید فروش از طریق انترنت شوه و رو e-commerce میگن مثلا ما در زندگی روزمره خود میریم دکان میریم بازار میریم این طرف میریم اون طرف میریم این تمامش چیست رفت آمد میکنیم خرید و فروخت میگیم این را تجارت میگن یا بزنس اما وقتی که ما آنلاین تجارت میکنیم مثلا ما نشستگی هستیم در افغانستان میخوایم در امریکا به طور رسمی بزنس بکنیم یا در دیگر ممالک در جرمنی استرالیا یوکی کانادا ژاپن چاینا خب ترکی، یو ای ای، سعودی عربیه در این ممالک در ممالک های مختلف جهان ما می خواهیم در افغانستان نشسته کار بکنیم این رو میگه ای کامرس ای کامرس او تجارتی که از طریق انترنت شوه درست است؟ او تجارتی که از طریق انترنت شوه او رو میگه ای کامرس درست است؟ یک دوم کس ببینین دوستا من اینجا عکس بر شما شیر کردم ببینین از داخل کمپیوتر نشسته شما خرید و فروش میکنین پروپرلی رسمی آفیشلی به طور رسمی شما در یک مملکت نشسته چی در ایران هستین چی در افغانستان هستین چی در پاکستان بنگلادش ایندیا و دیگر وسایر ممالک دیگر هستین شما میتونین در دیگر ممالک ها در جای تان نشسته بزنس بکنین این میگه ای کامرس درست است ای کامرس چیست امرای چی ای کامرس میشه ببینین دوستا امازون که صرف یک حصه ای کامرس است شما میتونین در امازون کار بکنین در ای بی کار کنین اینا کس مارکت پلیس است که از ای کامرس بزنس است ای کامرس بزنس کس فعلا در دنیا اولترین بزنس است صرف خود شرکت امازون از یک تریلیون دلار زیاد سرمایه داره اینا کس صرف یک پلتفرم است از ای کامرس بزن ای کامرس که از خودش یک کلان برتان بگویم که کلان درخت است کلان درخت است و اینا کس مارکت پلیس ها کس اینا شاخه هایش است برگ هایش است درست است ای کامرس خودش یک پروپرلی یک بزنس مدل است و ای امازون کس امازون یک مارکت پلیس است از ای کامرس ایره ما ای کامرس گفته میتانیم خو ای بی ایت سی شاپفای لازارا و کامرس تمامش مارکت پلیس های ای کامرس است اینا در کاتگوری ای کامرس میه خب ما چرا امازون رو شروع کنیم ما چرا بخوایم که امازون رو شروع بکنیم چرا ای بی نیست ایت سی نیست ایت سی خو شاپفای نیست و کامرس لازارا و ایکس تمامش آیا اینا نیست که ما دیگه کار کنیم
در سعودی نون است، در دبی نون است، در ذهن شد بعضی دوستا سوال پیدا میشه که چرا ما در امازون کار کنیم؟ به خاطر کی مارکت پلیس امازون کلان است. یک دوم کیس امازون کسٹمر زیاد داره، سیم کیس امازون از دیگر نسبت به اینا کیس پیش مردم اعتبار زیاد داره. به خاطر از ما امازون رو چویس کردیم. مارکت پلیس دی بسیار کلان است، بسیار زیاد، تا حدی که شما فکر میکنید از او بسیار کلان است. امازون کیس دوستا تقریبا ما خودم او روز انالایز کردم 365 میلیون جنس اکتیف در امازون است. 365 میلیون تقریبا کم و بیش پروڈکت اکتیف است. ببینین دوستا بخاطر چی ما امازون رو چوائس کردیم که دهی کاروبار بخوایم بکنیم؟ بخاطری که امازون روزانه 300 دانه کم و بیش مشتری داره، یعنی از تمام نقاط جهان، از تمام نقاط جهان امازون که 300 میلیون کستومر یا 300 میلیون مشتری روزانه داره. و ببینین سیلر چقدر داره فروشنده، 1.5 میلیون فروشنده داره. یعنی چقدر مارجن از زیاد است؟ 15 لک سیلر داره امازون اکتیف، اما 300 میلیون کستومر داره روزانه. شما فکر بکنید ما چرا امازون انتخاب نکنیم؟ تقریبا الموست 300 ای 200 فیصد مارجن داره. 200 فیصد 1.5 میلیون از ضرب شما 300 میلیون تقسیم 1.5 میلیون بکنین چقدر میشه؟ یک قدر زیاد در امازون کس مارجن زیاد است. 300 میلیون تقریبا روزانه کستومر است، 365 میلیون پروڈکت است، کم و بیش میلیون پروڈکت است، اما سیلر چندان است؟ 1.3 میلیون، 1.5 میلیون کم و بیش کس سیلر داره. ما به خاطر از امازون رو چویس کردیم. یک دیگه امازون کس اعتباری است و ای به ای بی ام کار کرده میتانیم، ده ایتسی ام کار کرده میتانیم، ده شوپفای ام کار کرده میتانیم. مردم نظر به اینا که از یا یک چیز نو برامده به نامی تیمو در امریکا از در استرالیا از بعضی ممالک، چرا آمده و کار نمی کنیم؟ اونا پروپرلی ترستید نیستن. مردم چقدر که به امازون ترستید است؟ به هیچ مارکت پلیس دیگر ترستید نیست. بخاطر از ما امازون رو چویس کنیم. خب پنجمی چیست؟ اینا بیسیک نالج است که من بر شما داده رسیم، یعنی یک نالج اضافی است، یک علم اضافی که در علمیت شما اضافه شوه. امازون کیس تقریبا 14 مارکت پلیس اکتیف داره. 4 تاش کیس در طرف کشورهای امریکایی است. خب 5 تا کیس طرف یوروپ است، در اروپا است. 4 تا کیس اسپسیفیک ایشیا است، میدل ایست است. 1 تاش میدل ایست و کدام کشور است؟ او هندوستان است. و دیگه هندوستان، در هندوستان مارکت پلیس داره، امریکا گودام داره. خب امازون جاپان، امازون چاینا، امازون یو ای ای، امازون یو کی، امازون مچم فلانی، هر کشور از خود مختلف چیز داره، درست است؟ امازون استرالیا، یعنی تقریبا در 14 ممالک امازون فعلا چه داره؟ مارکت پلیس داره، گودام داره یا ویر هاوس داره. و تقریبا اگر ما چندین وقت قبل ما انالایز کردم 185 گودام داشت امازون در تمام نقاط جهان، کم و بیش تقریبا تالی تا 200 رسیده باشه. هر کدام گودام از بسیار کلان کلان است. صرف در امریکا از 115 دانه ویرهاوس امازون زیاد داره. یعنی مکمل اگر ما گودام های امازون در تمام کشورهایی که این گودام را حساب بکنیم تقریبا 180 یا 185 کم و بیش زیاد است، الموست تقریبا. خب صرف 115 دانش، الموست 115 دانش در امریکا است اینمی راوسا را. بخاطر از اون ما کوشش میکنیم که در ای کامرس امازون، در امازون کار کنیم و در مارکت پلیس امریکا کار کنیم، بخاطری که امریکا، در امریکا مشتری امازون زیاد داره. این صرف بسط علمی شما اضافه بره، درست است؟ من این چیزها را بر شما شیر میکنم. خب انشاءالله این قدر سریتان خلاص شده باشه. خب بعد از او اصل درس ایجا شروع میشه دوستا. چند چیز قبل از شروع درس باید شما به یاد خود داشته باشین، خودتان ایره یعنی کوشش بکنید متوجه باشین. امازون کنسپت ارنینگ گریت، یعنی دوستا من برتان یک گپ بگویم. امازون ای قسم نیست که شما
امروز پیسہ پرتن فردا بر شما دبل کده بکشا اصلا یہ تو نیس اگر کسی کی بخاطر زیمه که ما بزنس میکنم پروپرلی در امازون ما امروز میخوایم 1000 دلار انویست بکنم یک هفته بعد یا یک ماه بعد ای برای ما چی بکشه 2000 دلار اصلا ای تو نیست ای را بیاد داشته باشیم ما شما را نمیخوایم که دیموتیویت بکنم اما بعضی چیز هست باید گفته جوا پیش از پیش ارنینگ گریت نیست دی دوستا یعنی ای قدر زود ارنینگ دی نیست دی امازون که شما که فکر میکنیم بعضی ها فکر میکن اگر ما امروز شروع کردیم پروڈکت ما لانچ شد فروشات نه بعد از پیسه دی صاحب ما مه از امی شما که پروڈکت دی امازون روان میکنید از اوج گرفته از پروڈکت که شما دی امازون روان تا پیسه دی صاحب بانکی تان به ای بسیار وقت میگیره درست است بخاطر از ای دی قدر زود شما عجله نکنید ارنینگ و قدر یعنی دوردو میگن رات و رات کوئی پیسه نیه ایدر فهمیدین ایجا شب و شب ایجا شبانه رو ایجا شبانه شما زحمت بکشید ایجا قدر زود به شما پیسه به این قسم نیست امازون امازون وقت میخواه دوم کس almost 8 months you should learn امازون شما کم از کم 8 ماه امازون رو باید لرن بکنید کم از کم 8 ماه کم از کم 8 ماه که شما پروپرلی خوب خودتانه برابر بکنید به تجارت امازون قبل از اینکه شما نقص بکنید ما خودم بار اول کرده بودم تقریبا ضرر کردیم به خاطری که ما کوشش میکنیم که زودتر ارنینگ بیاید ما اما این چیزا در خود ما اکسپریانس شده رفته رئیس به خود ما تجربه میشه شما کوشش بکنید که کم از کم تقریبا 8 ماه خو کم از کم امازون یاد بگیریم بعد از شروع بکنید که شما اگر ضرر هم بکنید کم ضرر میکنید اگر شما در یک ماه دو ماه شروع بکنید امازون که ما یک کم تون پروداکت هانتینگ یاد گرفتم پروداکت ریسرچ یاد گرفتم لیستینگ یاد گرفتم طریقه هول سیلر و دیستریبیوتور و پرایوت لیبل یاد گرفتم ولی من شروع میکنم نه اصلا ای تو نیست شما یک کم خود مطمئن بسازیم که ما توانستم ما این بار میتونم که از امازون چیزی عاید بکنم بعد از شما میتونید شروع بکنید با خود اطمینان حاصل پیدا کرده ببینین دوستا بعضی ها اینقدر مثلا دو ماه سه ماه که زحمت میکشن پس چرا اگزیت میکنن از امازون چرا به خاطری که اینا چیست اصل وظیفه اینا کس امازون بزنس نیست ما به خاطر یک لیسانس 12 سال مکتب میخوانیم 14 سال پانتون میخوانیم دو سال دیگه ما چه متخصص میخوانیم چه میخوانیم این تقریبا میشه 16 سال 17 سال یا 18 سال اگر شما طب بخوانین 20 سالتان مکمل پراپرلی میره بعد از 20 سال بر شما مبرتان 100% نوشته کده میتن دستخط کده میتن برتان شما طب هم خلاص کده بعد از اون شما 20000 دلار ماهانه درآمد ندارین من میبینم درست است 20000 دلار خود طرف بانین 20000 افغانی بعضی چیزای ما درآمد ندارن به خاطری که شما به این وقت میتین به درس خواندن به چیز به این تجارت خودم وقت بدین سه ماه چهار ماه که میباشن کار خود میکنن یعنی لرنینگ خود میکنن بعد از او میبینن که درست فایده نیست بعد از او اینا چی میکنن اگزیت میکنن لطفا مایکای خود گل کنین بعد از او اینا اگزیت میکنن دوستایی را همیشه باید داشته باشین که وقتی که شما 16 سال یا 14 سال به درس خواندن میتین بعد از او یک اسناد میگیرین و میرین شما یک کار وظیفه میگیرین این چقدر وقت تایم تیکن است نه کم از کم جناب شما... سادات مایک خود بسته کردیم گپ زده راستی صدا میمه یا؟ آلی میمه خب لطفا مایکای خود کس فعلا خاموش کن انشالله ما برتان وقت میتین که شما سوالای خود بپرسین لطف کنین این کس لایف سیشن است ریکارد شده رئیس وقتی که شما 8 سال 10 سال به درس خواندن به خاطر اسناد کس وقت میتین کوشش کنین به خاطر شما کس به خاطر بزنس آمدین کم از کم 8 ماه به امازون وقت بدین سوم چیز نیور اوپن اکاونت ویت هاف نالج بعض جا میرن یک کمی پروڈکت ریسرچ یاد میگرن یک کمی هنتینگ یاد میرن میرن اکاونت جور میکنن اصلا این غلط است شما هرگز بنیم نالج خود به ذره علم خود به کم علم خود نرین اکانت امازون واز نکنین هرگز واز نکنین به خاطر چی شما نقص میکنین این 40 دلار خو ماهانه اندیویدوال از شما میگیره درست است این چیز اکانت پروفشنال از شما می ماهانه امازون که 40 دلار از شما میگیره وقتی که شما بدون علم بدون که اکسپرت شدین ماستر شدین در امازون برین کار بکنین اکانت واز نکنین
درست است، چرا که خودتان ضرر میکنین. مکمل خود اطمینان بکنین، بعد از رفته اکان بسازین، بعد از اش مکان بسازین، بالکل درست است. چهارم کس بعد از اش ما تقریبا گفته رسیم، بعضی هستن که در 3 ماه در 4 ماه به خود اطمینان حاصل پیدا میکنن که من 100% میتونم. شروع بکنین اطمینان پیدا کنین، بعد از او شروع بکنین، دل نادل امازون رو شروع نکنین. چهارم کس امازون از نو چایلد پلی، امازون کس بازی طفلانه نیست که شما بیاین هر کس بیاین ایره گوش کنه او را گوش کنه، در یوتیوب ایره ببینه، در تیک تاک ایره ببینه، بگوی که ناخو میلیونر شده رفته، بیا این روز ما هم کوشش میکنیم که از ما هم یک ماه بعد پیسه ما دوچند میشه، ایده ای خود شما ضرر میکنیم. هرگز هرگز به این فکر نباشین که امازون یک بازی تفران است که زود پیسه دهیم میایه، این قدر زود اصلا این تو نیست. پنجم چیست، امازون از سیم اوردر بزنس، مثل که شما دیگر بزنس میکنین، کاروبار میکنین، هر کاروباری که میکنین وقت میگیره، 1 سال 2 سال 3 سال به پای خود استاتون. امازون هم همین قسم بزنس است. شما میرین در دکان خریداری میکنین، چیزی بر از او پیسه میتین، او پیسه در داخل میندازه، او بعد از او شب حساب میکنه، او بعد از او میره بازار، فردا چیز اونمو سودا رو گرفته میایه، کرای دکان رو میکشه، تمام مصارف خود میکشه، پیسه فایده خود میگیره، خودش خرج میکنه یا اضافه میکنه. این سیم بزنس است که ما در روزمره در زندگی خود میبینیم، در دکان میریم، در مارکت میریم، در سوپرمارکت میریم، هر جا که میریم. امازون هم اینمی قسم سیم بزنس است، مشتری می، اما بزنسی که ما میبینیم روزمره این فیزیکی است، امرای چشم ما میبینیم، امرای دست خود ما مشاهده کرده میتونیم، حسم کرده میتونیم. امازون هم اینمی طریق است به قسم آنلاین، درست است؟ امازون امی قسم است. امازون ما بگوییم که از این قدر بهتر است، چرا که شما در کاروبار فیزیکی خود تقریبا یک دکاندار روزانه 200 دانه مشتری داشته باشه، در امازون شما 300 میلیون مشتری دارین روزانه. امازون از او قدر بهتر است. بزنس مدلش امی قسم است، مشتری میایه چیزو خوش میکنه، خریداری میکنه، پیسه رو به امازون میده، امازون میگیره، فایده خود کمیشن خود میگیره، دیگه شو به چیز روان میکنه، به سیلر، سیلر میگیره، مصارف خود میکشه، فایده خود در جیب خود میندازه، یا ایره اینوست میکنه به یک جای دیگر. همین قسمی که یک دکاندار فروشات میکنه، امازون سیلر هم همون قسم فروشات میکنه. خب ششم چیست؟ Before start be master and expert. قبل از شروع کردن تجارت امازون شما باید ماستر شوین، اکسپرت شوین. استاد نیمکلا داملا ای قسمی کار نیست در امازون. خوب صحیح یا مفتی میشی یا خوب صحیح متخصص شده بعد از او شروع میکنی امازون. دل نادل شروع نکنین. Before started be master and expert. قبل از شروع کردن امازون شما باید اکسپرت باشین در امازون. خب هفتم چیست، take time for learning. ما بر شما نوام پیشترم چیز کردم، ما بر شما یعنی بعض جا کس امازون شروع میکنه و اما به امازون کس وقت نمیده. یک دوست ما او روز از فران زنگ زد، اکانت از او تقریبا 10,000 دلار اینوست کرده، خودش میگه ما گفتم چرا خودت کار نمیکنی با دیگر اکانت میتی، میگه ما خودم وقت ندارم. شما خودتان به امازون کم از کم روزانه 6 ساعت 7 ساعت وقت نتین، شما پیسه از این کشیده نمیتانین. این دلتان جمع بگیرین. من نمیخوام که شما رو چیز بکنین، دیموتیویت بکنین، باید این چیزا قبل از قبل گفته شوه. وقت بتین بعد از او ارم نکنین، وقت نداده شما ده ایو شاری کده نمیتانیم. از شما کس کنسیستنسی، یعنی شما کس کنسیستنسی داشته باشین، امروز نشد فردا میشه، شما همیشه حاضر باشین، آماده باشین. امروز اگر نشد شما ایره گیو اپ کده بورین یا تسلیم شده بورین، نو، کنسیستنسی داشته باشین. نون کس پیشنس داشته باشین، صبر داشته باشین، ضرر میکنین، نقص میکنین، صبر داشته باشین، ای بزنس است، درست است. داون کس رایت دایرکشن، شما باید این قسم یک نفر یافت کنین که رایت دایرکشن بر شما بده. مثلا شما در یوتیوب هم ویدیو سر میکنین، در تیک تاک هم، در فیسبوک هم، اما از جایی که من خودم پراپرلی اکسپریانس دارم از یوتیوب و قدر شما میتونین، در یوتیوب نالج زیاد است، بسیار نالج زیاد است، نالج امازون. اما کسی که شما را دایرکت مستقیم شما را راهنمایی نکنه، ما قدر 100% گفته نمیتونم که شما یاد میگیرین امازون. باید کسی باشه که شما را رایت دایرکشن بده که دهی وقت این قسم با کار بکو، دهی وقت این قسم کار بکو. باید شما رایت یک مستقیم یک کسی باشه که راهنمایی بکنه. این بیسیک نالج بود که با شما ما شیر کردم. خب لکچری افتم چیسته، امازون ورکس مودرن. امازون چه قسم کار میکنه؟ امازون چه قسم کار میکنه؟
ما پروبرلی برتان مختصر مختصر میگم. دو قسم کار میکنه. اول ما گفتیم که امازون دوستا، امازون یک مارکت پلیس بسیار کلان است که دو او روزانه چیزهایی که ما ضرورت داریم، مثل که شما در بازار میرین چیزهای آشپزخانه، چیزهای آرایش، چیزهای بخاطر خانه، چیزهای بخاطر خوردنی نوشیدنی، چیزی که به خانه شما کار میایه، اینمی چیز در بازار شما میخرین، اینمی چیز در امازون فروخته میشه. درست است، اما این فیزیکی است که ما میبینیم، وای که در امازون فروخته میشه، این چی است؟ این آنلاین است. آنلاین است، بچشم دیده میشه، اوجا پروڈکت استاد است. کسی که میگیره در خانه ازو برده میتا. اینمی که ما در مارکت میریم، اینمی تبدیل شده به آنلاین. امازون امی قسم است. درست است، ای کامرس است. ما شما را کوشش میکنیم که زودتر بفهمانم. امازون ورکس مدل، امازون چند قسم کار میکنه؟ در امازون که خود امازون دو قسم کار میکنه. دو قسم، یک اف بی ایس، یک اف بی ام اس. اف بی ای چی است؟ فولفیلمنت بای امازون. مخفف چی است؟ فولفیلمنت بای امازون. یعنی شما پروڈکت دارین، مثلا فرض کنین اینی تلفن دارین، درست است؟ یا زعفران دارین، یا هر چیزی که دارین، شما میخواین اینمی در افغانستان زیاد است یا در پاکستان زیاد است، شما میخواین اینمی تلفن خود در امریکا چه قسم به فروش برسانیم؟ این خب بزنس هست، باید فکر کنیم. درست است؟ ما از افغانستان گپ میزنم، ما از چین گپ نمیزنم، چرا که ما کوشش میکنم که افغانای خود بفهمانم. فکر کنین اینمی تلفن نه، تلفن یک چیزی که مثلا در افغانستان زیاد است، مثلا زعفران زیاد است، یا چیزایی که افغانا فرهنگشان زیاد است. مثلا فرض کنین اینمی چیز در افغانستان است، اینمی رو شما میخواین در امریکا بفروشین. درست است؟ مثلا اینجا قیمت از یک کیس 20 دلار است، اما اینمی چیز که در امازون سودا شده است 200 دلار. خب صحیح پروپرلی گوش کنین، خودتان در افغانستان نشسته هستین، اینمی چیز که است امیجا 20 دلار فروخته میشه. هر چیزی که به فکرتان میاد، امی هر چیزی که در افغانستان است، اینمی رو کلش شما فکر کرده میتانید، یا در ایران هستین یا در پاکستان هستین، چیزی که شما در ماحول خود میبینین اینمی رو فکر کرده میتانین در بارش. اینجا 20 دلار است، ایره در امازون چک میکنین، اینمی خود چیز که از چند سودا میشه؟ 200 دلار در امازون سودا میشه. درست؟ این قدر مبرتان کوشش میکنم که چیز بکنم. خب بعد از او چی میکنین شما؟ اکاونت هم دارین، یه چی قسم به امازون شما فروشات کده میتونین 200 دلار؟ تقریبا 180 دلار فایده میمونه. شما 80 دلار از اون در مصارف خودتان امازون و مصارف شیپینگ که از افغانستان روان میشه به امریکا، اینجا شرکت های کلان کلان است که روان میکنن کارگو، 80 دلار از او بکشین، 100 دلار بر شما فایده میمونه. بزنسمن او است که تینکینگ میکنه، فکر میکنه هر چیزی که واجه فکر میکنه دوارش، از طریق بزنس فکر میکنه، نه از طریقی که من دو شرکت کار بکنم کارمند شوم. نو بزنس. خب بعد از او شما میگین که من چه قسم فروشات بکنم؟ امازون در این وقت که از دو قسم مدل داره، یکی اف بی اس، شما اینمی رو میگیرین در اکاونت تان لیست میکنین، اینمی پروڈکت که از در امازون روان میکنین در گودام امازون، امازون برتان آدرس میشه، در لیستینگ تان آدرس برتان میتا، میگه فلانی اینمی پروڈکت خود خواهیش، تو میخوایی که در امازون بفروشین، اینمی پروڈکت تا در امازون ما گودام امازون ما روان کو که در امریکا است، در فلانی کشور است، در فلانی چیز است، اوجا برتان آدرس میتا. شما او آدرس ها میگرین، اینمی پروڈکت تا داتا شد در یک کارتن مندازین، در شرکت کارگو برده میتین، او کارگو آدرس ها میبینه و اینمی چیز که در گودام امازون برده میتا، امازون از اوجا ریسیو میکنه، تا گودامش میمانه و در وبسایتش کس اکتیف میشه، فروشات که شد پیسه برتان میه. اینه میگه اف بی ای. یعنی صرف شما امی قدر کار میکنی، از افغانستان از خود امریکا میدانی، من صرف مثال داده رستم. شما یک اینمی چیز میخواین بفروشین، از بیغم میشین، اینمی رو شما در گودام امریکا روان میکنین، در گودام امازون کلی کار امازون میکنه، فروشات برتان امازون میاره، امازون برتان سپورت میکنه که در وبسایت ازو بفروشین، خب برتان پیسه از مشتری گرفته میتا، یا از گراک یا از کستومر برتان پیسه گرفته میتا، کلی کار امازون میکنه. ایره میگه اف بی ای، فولفیلمنت بای امازون. و اف بی ام چی است؟ ببینیم دوستا اف بی ام چی است. اف بی ام کی است؟ فولفیلمنت بای ام مرچنت یا بای مای سلف. شما اینمی چیزه که لیست میکنین در امازون، لیست که کردین، بعد ازو شما ایره دخانه تان میمانین، هر وقتی که اوردر آمد شما دایرکت دخانه کستومر برده میتین، دخانه مشتری،
درست از هیچ چیز در از افغانستان امکان نداره، یا از دیگه ممالک که اوجه گودام نداشته باشه امازون اوجه اصلا امکان نداره. ما که اگر بخوایم در افغانستان از امازون کار کنیم از طریق مدل اف بی ای کار کنیم، درست است؟ 20 تا 30 تا عمده یا مکمل گرفته در یک کارتون انداخته در گودام روان میکنیم، گودام امازون، امازون اوجه ایره تحویل میگیره، بعد از اون در وبسایتش اکتیف میشه، پروداکت شما به سیل میرسه و خود امازون کس ایره گرفته در خانه مشتری برده میده. هر وقتی که اوردر آمد خود امازون کارمنده داره، کارمنداش میگیره در خانه مشتری برده میده. درست است؟ ای اف بی اس از افغانستان اینی چیز امکان داره. اف بی ام کس کسی که در امریکا باشه پروڈکت مثلا انمی چیز که از 20 تا دخانش استاد است، هر وقتی که اوردر آمد در امازون لیست میکنه، ای اوردر که آمد ای خودش دخانه مشتری برده میده. مثلا خودش در یک شهر از یک شهر دیگر اوردر میده، خودش مجبور است که ایره برده بوده دخانه از هر چقدر که مصرف شوه. به نظر ما آسان ترین راه کس اف بی ای است که کلی کار خود امازون میکنه. خب این مدل اف بی و اف بی ام سرتان خلاص شده باشه انشالله. بعد از اون ما میایم، خب این ورکینگ مدل امازون است که امازون چه قسم کار میکنه. خب بعد از اون دوستا کس لکچری ده اشتون ما چیست امازون بزنس مدل، امازون چه قسم کار میکنه. خب یک اجازه بتین من یکم بنوشم. خب دوستان عزیز لکچر هشتم ما کس امازون بزنس مدل. امازون در امازون ما چند قسم کاروبار کرده میتونیم. یکی او شد که خود امازون چند قسم کار میکنه و سوم و دوم کس در امازون ما چند قسم مدل کار کرده میتونیم، چند قسم بزنس مدل کار کرده میتونیم، چند قسم تجارت کرده میتونیم. اولی است پرایوت لیبل است، دوم هولسیل است، سوم دراپ شیپینگ است. ما بر شما مختصر میگم چرا که این لکچر یا این ویبینار ما که صرف بخاطر بیسیک لیول است. درست است؟ یکی اول پرایویت لیول، دوم هولسیل، سوم دراپ شیپینگ. خب در امازون ما مختصر میگم، اگر نه خود افتش طریقه است که در امازون ما بزنس کده میتانیم، اما مختصر من بر شما میگم که پرایویت لیول مختصر امیسیه تا مختصر است، امده امده ایش است. واره شما تقسیم کنید تقریبا 6-7 قسم کاروبار در امازون است که ما کده میتانیم. ما بر شما مختصر میگم، اول پرایویت لیبل است، دوم هولسیل است، سوم دراپ شیپینگ است. شما ایره فکر کنین، اول ایره فکر کنین دوستا، امازون مثل دیگر بزنس ها واری است، درست است؟ مثل دیگر بزنس، بزنسی که ما در افغانستان میکنیم اینه می قسم یک بزنس است امازون. پرایویت لیبل چی است؟ مثلا ما اینمی گلاس پیش خود داریم، اینمی را ما میخواییم در امریکا به نام برند خود سودا کنیم. نام ما چی است؟ لطفا مایکای خدا خاموش کنین. نام ما بلال سعادت است. ما می خواهیم اینمی گلاس، اینمی پروڈکت، اینمی جنس سرش نام خود تاپا زده، ما می خواهیم بنام خود اینمی را بفروشم در امریکا. ای اصلا امکان داره. 100% شما از افغانستان نشسته، از پاکستان نشسته، از ایران نشسته ای کار کنه میتونه. درست است؟ ای باز بسیار چیزی کلان است، استیپ کلان است، این باز دیگه درسا انشاءالله امرای شما شریک کرده میشه. ما مختصر برتان میگم، مثلا ما برتان میگم الکوزه انرژی، درست است؟ زیاد مثال میتون مینه میره الکوزه انرژی کس، یا در پاکستان بنام استینگ است یک انرژی است، در ایران بنام دلستر است، هر چیزی که باشه. خب اینمی الکوزه شرکت کس در افغانستان اینمی رو فروشات داره، بنام خود فروشات داره، کسی دیگه بنام الکوزه انرژی سودا کرده میتونه. ای الکوزه فکر میکنه که اینمی چیزا ما میخوایم در امریکا بفروشم، یا در امازون یا در امریکا، در امازون یا خودش فیزیکی یا آنلاین. اینمی چیز امکان داره، اینمی یک نفر عامم، یک نفر، یک جوان افغان، یک نفر عام که هیچ پیسه نداشته باشه اینمی فکر کرده میتونه که ما از پاکستان نشسته چه قسم ما اینمی جنس خودم. مثلا بعضی ایجا دوستای ما هستن یا بعضی افغانای ما هستن که هر چیز از دستشان میه، چه قسم ما میتونیم در امازون در با قسم بین المللی سودا کنیم؟ این اصلا امکان داره، شما میتونید از طریق امازون بفروشید. یک دومی است که شما اینمی گلاس چه قسم میخواین بفروشید.
شما اینمی گلاس از چینم اوردر داده میتونین. علی بابا یک وبسایت از بسیار کرا اوجه مینوفکچرر است. شما میرین دو میبینین میگین که اینمی گلاس است ایره کسی دیگه فروخته رایس. درست است؟ ایره کسی دیگه میفروشه اینمی پروڈکت ده. من میخوایم سر از ایک کس نام خود بچسبانم اما کمی رنگش رو تغییر بدم به نام خود بفروشم. چرا که دمه کدام روز عریضه نکنه اونان برن که پروڈکت ما را فروخت را سیه جنس ما را. من میخوایم کمی رنگش رو تغییر بدم و نامش را و میخوایم اینمی چیزا یک کمی رنگش رو تغییر بدم و نام خود سرش بزنم. اصلا این امکان داره. چرایا برتان کدام ده بر قیمت ارزان با قیمت مناسب. شما از چین جور میکنین هزار قلم ایره در امازون روان میکنین اوجا بنام تان ترید مارک تان بنام خود یا بنام شرکت تان اوجا از طریق آنلاین کمپیوتر از طریق گوگل شما ترید مارک خود رجستر میکنین خلاص این این پروڈکت شما هم سودا کده میتانین ایره میگه پرایویت لیبل که شما برند خود سودا میکنین خود دومی چیز دوستا بزنس مدل امازون است اول شما برند بنام خود چیز فروخته میتانین اصلا این امکان داره هر جوان افغانستان ایره فکر کده میتانه دوارش دوم کس هولسیل است. هولسیل چی است؟ هولسیل کس ریسیلینگ برند پروڈکتس. مثلا برند های مشهور است. مثلا کوکاکولا است، پیپسی است، دف است، دیگه هید اند شولدر است، دیگه کلان برند است. که اینا روزانه 1000 تا 2000 تا فروشات داره. ما خود اوقدر پیسه نداریم که بریم پرایویت لیبل بکنیم هزار دانه بنام خود یعنی کسایی که پیسه نداشته باشن اینقدر پیسه نداریم که بنام خود یعنی می چیزا ما رجستر بکنیم تاپای خود بزنیم تقریبا 10000 دلار مصرف میشدیم که ایره ما در امریکا بفروشیم اگر اینقدر ما سرمایه نداریم ما چی میکنیم هولسیل میکنیم در امریکا نشسته هستیم در وبسایت دف میریم در دف میگیم که ما میخوایم پروڈکت شما را بفروشیم در امازون دف یا یک شرکت های دیگه دف بریتان با قیمت عمده بریتان میده شما مثلا این دکاندار هستین دکان اینی دکاندار که شما در اطراف خود نمیبین اینا کلش هولسلر است درست است ما بیسیک لیول ما میخوایم که مختصر شما را چیز بکنم مثلا ما مزار شریف هستیم یا در کابل هستین شما رجا که باشین شما میرین اینی دکاندار یک کیلو هر چیزی که میگیرین مثلا فرض کنین هر چیزی که میگیرین اینمی برندا اینمی دکاندارا کس اینمی نا هولسیلر است میرن از بازار به نرخ عمده میگیرن درست است باز آمده در دکان خود ایره کم قیمت تر به نرخ پرچون سودا میکنه اینی را میگه هولسیل ای بزنس مدل هم کس در امازون شما کده میتانین میرین برندی کسی دیگر میرین از او اجازه میگیرین میگین که ما میخواییم پروڈکت شما را بفروشیم شما به ما به نرخ عمده بتین ما میخواییم در بنرخ پرچون سودا کنین در امازون او بر تان میته شما میگیرین در امازون به مفاد خود سودا میکنین ایره میگه هولسیل دیز شما از 1000 از 1500 دلار هم شروع کده میتانین خب سیوم موزل مدل کیس دراپ شیپینگ دراپ شیپینگ چی است ایره ما بر تان مختصر میگم دوباره از این زیاد ویدیو جور نمیکنیم این بسیار کنان است دراپ شیپینگ ای است که شما هیچ پیسه ندارین ببینین یعنی کاستمر است شما مثلا اینی پروڈکت دفعه لیست میکنین یک پروڈکت در امازون لیست میکنین درست است شما پیشتانی این است سرمایه گذاری ندارین شما وقتی که مشتری بر شما اوردر میتا این به قسم اف بی ام میشه درست است اف بی ام اصلا دراپ شیپینگ اف بی ام نداره مشتری بر شما اوردر میتا شما اوردر میگیرین درست است از دکان میگیرین شما اینی کس بر شما اوردر میتا مشتری اف بی ام لیست میکنین اوردر که گرفتین شما پیش سپلایر میرین پیش یک دکاندار دیگه زنگ میزنین میگین که اینمی چیز داره یا دیگه وبسایت ها را میبینین داره با قیمت ارزان است باز شما از یه خریداری میکنین در خانه خود نمیخواین از یه خریداری میکنین میگین که در خانه اینمی مشتری برده بده این را میگه دراپ شیپینگ درست است کانسپت سرتان خلاص شد مثلا اینمی مشتری است شما اینمی چیزی که از امازون لیست کردین تا هنوز این چیز شما ندارین با قبضه خود نداریم درست است لیست کردین میگین که ما دارم بعض مشتری میای ایره میبینه وقتی که آمد به شما اوردر میده شما اوردر میگیرین درست است بعد از او پیسه که است میرین شما از یک وبسایت یا از یک ریتیلر یا از یک فروشنده دیگه میخرین بر از او میگین که آدرس اینمی مشتری را به این میتین میگین که اینمی پروڈکت در خانه ازی برده بته شما فایده خود میگیرین
و قیمت ازیر میدین درست است ایره میگه دراپ شیپینگ یعنی مال در قبضه شما نیست این سه مدل است که در امازون میشه خب بعد از او دوستا خب سه مدل یکی پرایویت لیبل است یکی هولسیل است یکی دراپ شیپینگ است درست است خب ما کوشش میکنم اگر آنش بر شما وقت داده میشه اگر کسی دوباره اینا که سوالات داره داده قدارین که شما پرسان کده بتانیم اجازه است مایک خود آواز کنین اول دست خود بلند میکنین هر کسی که سوال داره خب کسی که اینقدر کسی که تا اینمی جا کدام سوال داره میتونه سوال خود پرسان کده ده دقیقه وقت دارین خب دکتر حق بین پرسان کنین سلام و مجدد خدمت دوستای عزیزی که تازه با ما پیوستن استاد ما تا این مرحله فهمیدم مثلا در آمازون هولسل که باشه دوباره مثلا کاستومر که جنس روان کنه اگر نخواهی یا ایرادی داشته باشه دوباره میفرسته و در بخش دراپ شیپینگ اگر این ما خو از کسی دیگه جنس خریداری کردیم با کاستومر روان کردیم دوباره نخواهی جنس بفرسته با چطور میشه؟ مثلا منظور تانی است که اگر کستومر پروڈکت خوش نکد باز چه قسم میشه روان کنه؟ خب دی اینمی ریسک داره این مدل کس اینمی ریسک داره خب اگر پروڈکتش میده شده میره یا پروڈکتش یکان چیز یا خوش نمیکنه رفته بعد از شما ایره پس گرفته میتانه این ذمه شماست که در امازون کار میکنه او پس ریفن کده میتانه در امازون میاین یا شما یک آدرس برازو میتین یا آدرس پریپ سنتر آدرس خانه تانه برازو میتین که در امریکا باشه او پس در آدرس خانه تان روان میکنه امازون پس برش فایانه پسش میتن اون ما مجبور هستیم دوباره پرداخت کنیم و دراپ شیپینگ ای ریسک داره اما چا؟ ریسک داره بالکل ریسک داره ما روز یک چای میکنم دراپ شیپینگ خودم یک چند تا فروشات ما اون دراپ شیپینگ این ریسک داره اکان قریب دا دیکتیویشن رفته بود بخاطری که پروڈکت کیس جنس کیس ناوخت بخانه کس شما رسیده بود این ریسک داره اگر فایده دیگه زیاد است خب دیگه کس سوال داره مایک خود آواز کنه خب مایک خود آواز کنید شما نامتان چیست؟ خب اینجا من مسیجا را بخوانم صبر KH Electronic E-Commerce بلکل صحیح درس گفتین شما ای کامرس یعنی ای کس الکترونیک است درست است سلامت باشین که شما اینجا منشن کردین را ای کس الکترونیک خانده میشه درست است باز کامرس کس یعنی بزنس است طریقه مدلش است خب شما سوال دارین پرسان کده میدن دست خدا بالا کدین نام شما اینجا منشن نیسته کسی سوال داشته باشه چه قدر که ریاد گرفته کسایی که جدید هستن سرش خلاص نمیشه فعلا پرسان کنه میدانه خب دست خود دراز کردین اینجا نامتان منشن نیست شما میتونین سوال خود پرسان کنه صدا میاد؟ بله بله صدایتان میاد بپرسین بخشی می گفتیم دراپ شیپینگ حلال است یا حرام است اینمی کلان پوینت است چی گفتین؟ حلال است یا حرام خب آلی ما کس مفتی عالم نیستیم اما ما تا جایی که معلومات دارم ای کمتون شباهت داره مقصد خب بازم پرسان بکنین ما بسیار ما خودم بسیار تحقیق کردیم دوباره ازی اما ما یک جواب اطمینان بخش گرفتن تانستم بعضی حلال میگن بعضی حرام میگن یک شکی داره مقصد اما این یک بزنس مدل امازون است که ما خواستم امروز شما شیر کنم این هم این قسم کاروبار زیاد میشه در امازون ما خودم چندین اوردرها چندین فروشات کردیم دی که صرف یک امتحان بکنم که دراپ شیپینگ کار میته نه میته خیر مثل کمیشن کاریستی نو نو کمیشن نیست کمیشن دی نیست کمیشن او است که
بر شما یک تعداد مانده میشه که اینمی پروڈکت شما فروختین بر شما 50 دلار داده میشه. دهی اصلا لیمیت نیست. شما 10 دلار بگیرین 100 دلار سودا کنین. بلال سعادت صاحب، همین شما هنوز هم درباره دراپ شیپینگ شک دارین؟ بالکل، ما به خاطر که جواب اطمینان بخش گرفته نتانستم درباره زی. خب شما امرای چیز امی مسئله کیس امرای علمای خود یا کسایی که نزدیک هستین امرای شما یک بار پرسان کنین، به خاطر که ما برتان مختصر میگم دراپ شیپینگ تو یک بزنس است که شما اینجا نشسته سین سرمایه ندارین، درست؟ یا سرمایه دارین؟ شما وقتی که اوردر میایه شما اینمی چیزا لیست میکنین دمو مارکت پلیس تان، امازون است، شاپفای است، ای بی است. همراه ای بی ام مردم بسیار دراپ شیپینگ میکنه، شاپفای خو اصلا جایش هم است. دو یک چیزا لیست میکن میگن که اینمی را داریم. وقتی که مشتری میایه اینمی پروڈکت میگیره از شما اوردر میتا، شما در افغانستان نشسته سین میرین یک سایت دیگر را میبینین که اوجه اینمی چیز ارزان است، او را میگیرین. باز دو جا کس آدرسی خانه مشتری را میتین، میگن که در خانه مشتری برده بته. باز او کس در خانه مشتری برده میتن، شما پیسی از ایره میتین، شما فایده خود از بینشان میگیرین. یعنی جو شما اوقدر چیز اینویس زیاد نمیکنین، درست است؟ اینی که سیمپل مدلش است. خب کسی سوال نداره، ما درس پیش میبریم انشاءالله، درست است؟ آقا صاحب، چند دقیقه پیشتر یک اینترنت ما مشکل پیدا کرد. خب ما یکم پس ما چطور میشه؟ انشاءالله در یوتیوب چینل کس اپلود میشه، باز میبینیم. درست است، درست. خب اینجا مقصد جدی باشین، بعد از او کس ما نه ما شما را پیدا کرده میتان، نه شما ما را پیدا کرده میتانی، درست است؟ خب چیزی که سوال دارین در ذهن تان در کتابچه بنویسین، از ما پرسان کرده میتانی، ما برتان پراپرلی وقت میتم، درست است؟ اگر کس شخصی پرسان میکنه باز فری نیست او. خب بعد از او ما یک قدر درس خوانیم، بعد از او آلی بعضی هست که سرشان چیز است، کسایی که جدید هستن یعنی سرشان خلاص نمیشه، میگه چی گفته رئیس. بعضی هست دیگه هم دمی چیز میتینگ هم هست، اما شما بعض هم انشاءالله کوشش بکنین که خود بفهمید. با یک لکچر خو نمیشه که انسان کلی چیز بفهمه. خب بعد از او ای است که در امازون چند قسم اکاونت است، درست است؟ ما تقریبا تا یکونیم ماه که شروع کردم اینمیر نمیفهمیدیم که در امازون چند قسم اکاونت است. فکر بکنیم، ما تا یک قدر وقت نمیفهمیدم. بعضی تجربه ما است، ما بخاطر از او ایره ایجا شیر کردم. در امازون کس دوستان معمولا دو قسم اکاونت است، یک اکاونت بایر است، یک اکاونت سیلر است. یعنی یک اکاونت خریدار است، یک اکاونت فروشنده است. امازون گفتم کلان مارکت پلیس است، مثل فکر کنین در کابل کسی باشه امازون کس گلبهار سنتر است، درست است؟ گلبهار سنتر است، هر کس میره دوج دکان کرا میگیره و جنس خود به فروش میرسانه. یا در مزار کسی که است، یا در مارکت های کلان میگن، مثلا شما میرین در بازار مال میبینین، شاپینگ مال را میبینین، یا مارکت ها را میبینین، کلان کلان بیلدینگ جور کده بنام خودشان. خب داخل از او که برین دکان ها جور میکنه، دکان ها را باز به هر کس کرا میده. امازون سیستمش امی قسم است، درست است؟ امازون خودش کلان پلتفرم است، نفر سوم هم میتونه در امازون فروشات بکنه، خود امازون هم میفروشه پروڈکت، تو نیست که خودش نفروشه، خودش هم برند داره، امازون بیسک، امازون فلانی، امازون فلانی فلانی، خودش هم برند داره. اما کسی دیگر هم اجازه میده که در وبسایتش فروخته بتانه، هر چیزی که است فروخته بتانه. این خوبی امازون است. خب یکی امازون اکاونت سیلر است که فروشنده یا مو کرایه نشین یا مو کسی که میخواه دمو شاپینگ مال دکان بگیره ایره میگن سیلر. یعنی کس انترفیسی امازون سیلر است، درست است دوستا؟ یعنی کس انترفیسی امازون سیلر است، اکاونت سیلر. ای امرای پاسپورت تان یا پاسپورت یا تذکره الکترونیکی افغانی داشته باشین. خب بعد از ای گپ کس ما چه قسم اینمی اکاونت شروع جور کنیم و امرای از ای اکاونت کس ما تجارت خود پیش بریم، ای در آخر گفته شده، آخر انشاءالله میاید درس آخری. خب دوم کس امازون بایر است، درست است؟ امازون بایر چی است؟ وقتی که یک مشتری میاد که از امازون چیزی بگیره، باز ده اینی وبسایت کس اونا مراجعه میکنه. یعنی امازون بایر است، یعنی خریدار، و امازون سیلر اکاونت فروشنده، اکاونت خریدار امازون است. خب بیسیک لیول است اینا. خب بعض از او
سیزدهم چیز ریکوایرمنت فور هولسل. کسایی که هولسل میکنن، ما گفتیم کسایی که پرایوت لیبر میکنن، اگر از 8 یا 10000 دلار کم سرمایه دارن نکنن، نقص میکنن. درست است؟ نقص میکنن، نکنن. 1000 دلار 2000 دلار هیچ دفعه فکر تان نگیرین که شما پرایوت لیبر شروع میکنین. درست است؟ بسیار ریسکی مدل هستی. سیفلی مدل، محفوظ مدل کیس هولسل است. به خاطر از این مکمل بعد از درس ما کیس ده هولسل است. سیفلی است شما از 1000 دلار میتونین شروع بکنین امازون هولسل. چه چیزا کار است که ما امازون هولسل بکنیم در امازون؟ چه چیزا کار است که ما هولسل بکنیم در امازون؟ درست است؟ اول کیس LLC کار است. LLC یعنی یک کمپانی، لیمیتد لایبیلیتی کمپانی. یک کمپانی ضرور است که در امریکا شما واز کنین از 1.5 دلار گرفته تا 8.5 دلار بر شما تمام میشه. درست است؟ ما برتان تمامش رو میگم. خب یک LLC کار است از 1.5 دلار تا 800 دلار بر شما جور میشه LLC. درست است؟ به خاطر هولسل اول LLC کار است، دوم EIN نمبر. درست است؟ Employment Identification Number. Employment Identification Number. شما که LLC اسناد LLC را گرفتین، اسناد کمپانی تان در امریکا کمپانی جور میکنین، بعد از او شما اپلای میکنین به EIN نمبر. IRS یک دپارتمنت امریکاست، به او اپلای میکنین EIN نمبر. درست است؟ EIN نمبر ای یک نمبری است که شما از طریق از میتونین بینک اکاونت در امریکا بسازین. درست است؟ شما از طریق از میتونین بینک اکاونت در امریکا بسازین از طریق اینمی EIN نمبر تان. ای بسار کلان کلان کارا را میکنن. خب بعد از او کس ریسیل سرٹیفیکت کار است. ریسیل سرٹیفیکت هم LLC را گرفتین، این بر شما داده میشه، اما از هر استیت فرق میکنه. بعض استیت هاست فری میتن، بعض استیت هاست 50 دلار میگیره، بعض استیت هاست 500 دلار میگیره. درست هست؟ فرق میکنه. اما بعض استیت هاست فری میگیره، فری میتن. بعض استیت هاست که 60 دلار میگیره. ریسیل سرٹیفیکت میگیره. ریسیل سرٹیفیکت به خاطر ازی است که شما در امریکا کس هولسل میکنین، از برندا کس پروڈکت میگیرین، یعنی چیزی که شما بگیرین مالیش معاف میشه. او امریکا کس میفهم کلی میفهم پیشرفته ترین کشور است. اونجا مالی 100 فیصد است، زیادترین مالی جهان هم نمونا گرفت میگیرن. در امریکا خود 100 فیصد مالی است. اگر شما اینمی سند داشته باشین، اینمی سرٹیفیکت ده، مالی شما را معاف میکنه. برند. درست است؟ خب چهارم چی است؟ ادرس USA ادرس. یک آدرس در امریکا ضروری است که 10 دلار ماهانه از شما میگیره. شما میتونین ورچوال ادرس بگیرین در امریکا. خب باز یک تا فون نمبر کار است. فون نمبر هم که است 15 دلار، به خاطر یک سال شما میتونین شماره امریکای خریداری کنین. 15 دلار به خاطر یک سال. درست است؟ 15 دلار. من خودم از اسکایپ استفاده میکنم، از وایکی استفاده نمیکنم. من خودم تقریبا ماهانه 10 دلار پرداخت میکنم، چرا که چیزم فری است. باز زن که من چقدر امرای دیستریبیوتور ها امرای هولسلر ها که گپ میزنم، او مکمل فری است. باز شماره تلفن کار است از امریکا. خو یک ایمیل پروفیشنل کار است که 6 دلار یا 10 دلار بر شما تمام میشه. و یک وبسایت کار است. وبسایت کار است اگر داشته باشین، خو نور نالا نور است. اگر نداشته باشین ضروری نیست وبسایت. اما این 6 چیز که از دا LLC دا هولسل که ضروری است. درست است؟ شما چرا که شما بزنس میکنین، پروپرلی بزنس میکنین. این جیمیل های ساده کس دوجه کار نمیتا، اصلا بر شما جواب نمیتا به جیمیل ساده تان. برندا شما را، برندا از طریق کمپانی شما میشناسه، از طریق تذکره و پاسپورت شما نه، از طریق LLC شما میشناسه برندا شما را. ای قدر چیز به هولسل نیاز است، ای قدر داکیمنت، ای قدر چیزا را شما پورا کردین، بعد از شما میتونین هولسل بکنین. درست است؟ خب چهاردهم لکچر کیس چیست؟ بیسیک سپلایر کانسپت. سپلایر چیست؟ ما فعلا بزنس مدل هولسل پیش برده هستیم. سپلایر چیست یا برند چیست؟ کانسپت چه میبرتان میگم. سپلایر دوستا کس برند هم شده میتانه، منفکچرر هم شده میتانه، دیستریبیوتر هم شده میتانه و هولسلر هم شده میتانه. ای تمامش هم مجموعش شما یک جای جمع کنین، ایره مختصرش سپلایر گفته میشه. درست است؟ کنسپتش است. بعض وقتا برندم سپلایر شده میتانم، بعض وقتا منفکچررم، بعض وقتا خود شرکت، بعض وقتا دیستریبیوتر، بعض وقتا هولسیلر.
این تمامش مجموع یک جا کن، این بنام سپلایر خوانده میشه. درست است، شما میخواین که هولسل بکنین در امازون، شما چه قسم پرودکت بفروشین، از کجا بگیرین؟ میبینین که در امازون فروشات داره صابون دف یا شامپوی دف یا شامپوی هید اند شولدر یا دیگه چیزا زیاد فروشات داره. شما میخواین که اونمو چیزا شما در امازون بفروشین. مثلا 20 نفر فروشات داره، همراه شما میخواین که 21 نفر شوین. درست است، 21 نفر. شما میرین اول همراه برندش کانتکت میکنین، در برندش زنگ میزن، چرا که شما اینجا شماره تلفن خریده بودین. درست است، یعنی شماره تلفن دان اوجه کار میه. درست است، من در افغانستان نشسته من شماره امریکایی کار میکنم، امکان داره. در پاکستان نشسته شما هم کار کرده میتونید. خب برند، من در شماره برند در وبسایتش میرم، شماره ایش میگیرم، در برند زنگ میزنم. درست است، اگر برند نشد در دیستریبیوترش زنگ میزنم. درست است، اگر دیستریبیوتر نشد در هولسیلر زنگ میزنم. من کانسپت از این اول برتان بگم. اول که سپلایر اولی که از دلیل سوال برند میاد، بعض از برند که از دیستریبیوتر ها پروڈکت میگیرن، ببینین در چند دست تمام میشه. بعض از برند که از دیستریبیوتر ها، از اینا که از با قسم بسیار عمده میگیرن از برند، بعض از دیستریبیوتر ها که از هولسیلر ها، بعض از دیستریبیوتر ها پروڈکت میگیرن. درست است، بعض از هولسیلر ها، از هولسیلر ها کی میگیره؟ ریتیلر. ما شما تمام ما چی هستیم؟ ریتیلر هستیم، یا ریسیلر یا ریتیلر یا هولسیلر، کدام شکل گفتم میتونیم. ما چی هستیم؟ یعنی این چهارمی که اسم هستیم. درست است، بعد از او ما، از ما کی میگیره؟ کنزیومر. کنزیومر کسا که استفاده میکنه. اول برند است، از برند که از دیستریبیوتر مال میگیره، از دیستریبیوتر که از هولسیلر مال میگیره، بس از هولسیلر کی میگیره؟ ما شما رفته از هولسیلر مال میگیریم به نرخ عمده، باز میایم در پرچون در امازون سودا میکنیم. ریتیلر کس ای جمع هستیم، بس کنزیومر کس؟ کسایی که مشتری هستن که کنزیوم میکنه. درست است، یعنی کس کانسپت برند و دیستریبیوتر است. خب اینجا من یک چیز بر شما منشن کردم، وی آر این هولسیل مدل جست بای این یو اس ای اند سیل این یو اس ای. ما در سیستم هولسیل فعلا ما کار کرده هستیم، فعلا بعد از این درس ها که شروع شد در سیستم هولسیل، ما صرف در هولسیل که از خود امریکا خریداری میکنیم، در جای نشستگی خود زنگ میزنیم، ایمیل میکنیم، یا که از طریق وبسایتش میریم خریداری میکنیم. وی آر این هولسیل مدل، ما داخل هولسیل مدل هستیم، در امریکا خریداری میکنیم، در امریکا فروشات میکنیم. درست است، اصلا هیچ کشور دیگه نیاز نیست. خب ریتیلر ها میتون از خود برند هم بگیره، از خود دیستریبیوتر هم بگیره، از خود هولسیلر هم بگیره. این ریتیلر دلش از هر کس که بگیره. درست است، من بر شما صرف کانسپت بر شما چیز کردم. بعد از اون کانسپت چی میاد دوستا؟ لکچر 15 کس How to build communication and relation with supplier concept. شما LLC را پورا کردین، اسناد را تکمیل کردین، درست است، اکانت دان جور کردین امازون. خب $1000 هم در جیبتان سرمایه دارین، آلی نمیفهمین که رو چه کار بکنین. شما برند هم یافت کرده نمیتانین. درست است، برند چه قسم یافت بکنیم، این بر شما تا در لکچر بعدی درس داده میشه، دمی درس در آخرش بر شما درس داده میشه. خب ما چه قسم ریلیشن جور بکنیم همراه کی؟ همراه برند یا همراه سپلایر. درست است، یعنی امرای از ما چه قسم صمیمی شویم که او به ما پروڈکت بده. درست است، این کانسپت دا یاد تان بگیرین. پا برتان اینجا دیتیل میگم How to build communication in relation with supplier concept. اول چی میکنیم؟ اول دا وبسایت میریم، مثلا اینی کس ما ایره برتان مثال میدم، چرا که پیش ماست. خو اینی مثلا ما اینی قلم برتان مثال میدم، اینی قلم است. درست است دوستان، این قلم شما در امازون میبینید که فروشات زیاد داره، یعنی میچس. خب آل شما ایره 20 نفر سودا کرده است، شما دلتان میره امی $1000 خود میبینید، میگین که کاش من امیره میفروختم، من فایده میکردم، من چیز یک چیز تجارت میکردم. خب بعد از ایره دیدین که یعنی میچس فروشات داره در امازون، بعد از شما در گوگل سرچ میکنین، مثلا نام قلم چی است؟ پن. نامش فرض کنین نام برندش که سعادت است،
سعادت پین دیستریبیوتر این یو ایس ای در گوگل اینمی ریسرچ میکنین. سعادت پین دیستریبیوتر یا هول سیلر این یو ایس ای درست شما ایره در گوگل سرچ بکنین، ای بر شما پروپرلی مکمل دیتیل دیستریبیوتر هایی که اینمی چیز میفروشن از بلال سعادت ها مکمل بر شما چند تا لینک ویب سایت ها بر شما اونجا فراهم میکنه. درست است؟ این کانسپت رو دارید؟ صبر کنید، سوال نیست، من برتان وقت میتونم سوال ایره نوٹ بگیرین، وقت سوال نیست فیلن، کسی عقل نداره سوال کنه. درست است اینمی بلال سعادت پین دا گوگل نوشته میکنین هول سیلرش. درست است ای باز خوب بر شما کس برند کس مکمل چیز شمی من برتان ایجا چیز میدونم صحیح است من برتان عملی کار میکنم. مثلا من برتان عملی کار میکنم، باز دوستان نگوین که ما قدر چیز بلد نبودیم. ما همراه تان انشالله عملی کار میکنم. ویت خب در دل شما کس آرمان نمانه. خب خب مثلا ما یک صابونی دفع در امازون دیدیم که فروشات زیاد داره، درست است؟ ما میخوایم که نمیره به فروش برسانیم، ما میخوایم که اونم را عمده بگیریم، پرچون بفروشیم، به نرخ ارزان بگیریم، به نرخ قیمت سودا کنیم از بازار، به نرخ. خب این شما چه قسم یاف میکنین عمده فروش های ایزا سی کنو برتان میگم. مثلا دف سی کنو نوشته میگم نام برند دف، درست است؟ دف هول سیلر، هول سیلر درست است؟ هول سیلر این در کجا؟ ما گفتیم که وی آر این هول سیل مدل، جست جست فاین پروڈکت این یو ایس ای این سیل این یو ایس ای. ما از در امریکا خریداری میکنیم و در امریکا به فروش میرسانیم. ما در هول در چیز در گوگل گفتیم که برای ما هول سیلری دفع پیدا بکو در کجا؟ در امریکا. اینه درست است؟ اینه یک تا، دو تا، خو سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نو تا، ده تا، درست است؟ ده تا. من صرف بر شما یعنی یازده دانه، یعنی دوازده دانه، یعنی سیزده دانه، یعنی سه کنه اشتا است دف هول سیلر دیوز دیستریبیوتر، یعنی سه کنه هول سیل دف پروڈکت. یعنی برتن ما عملی نشان دادم در 5 دقیقه برتن 20 تا دیستریبیوتر را کشیدم. آلی کنسپت خو انشالله سرتان خلاص شد نی؟ کنسپت از چه رقم است؟ شما باز میرین داخل وبسایت ازو چک میکنین، باز میبینین داخل وبسایت ازو که رفتین شما چک میکنین اونمو پروداکتی که یعنی چیز مثلا دف خو 20 2000 3000 پروداکت داره، کدام پروداکت ازو زیاد فروشات داره؟ میرین که یعنی پروداکت در امازون کس 20 دلار است، اما پیش هول سیلر اینا کلش هول سیلر را کشت، اینا کلش در امریکا است هول سیلر را، چرا که ما جزا دیم که USA. یعنی می پروڈکت کس باز در پیش هول سیلر کس 20 دلار است، نه فرض کنین در امازون 20 دلار سودا میشه، یعنی می کس 5 دلار است. شما مصارف خود می کشین و فیس امازون هم می بینیم که امازون چند فیس می گره. مثلا این مکمل بر شما تمام میشه 15 دلار، تمام مصارف خود کشیده. باز شما اوردر میمانی د هول سیلر می که د زمین کیس دما 500 دلار کار است، هول سیلر بر شما 500 دلار می تا از 5 دلار میگیرین د امازون روان میکنین 20 دلار سودا میکنین. اینی کانسپت است، درست است؟ خب باز این کیس کلان استپ است که بر شما بیان کنم که چه قسم چه قسم نی. من استپ بر تن عملی کار کردم صحیح است؟ 20 تا هول سیلر یافتم، یکش نی یکش ارزان میداده باشه. خو اول چیز ما چه قسم همراه دیستریبیوتر یا سپلایر یا برند کیس کمیونیکیت ریلیشن جور بکنیم، اول ایره ما دیساید بکنیم فرست دیساید اوتنتیک دیستریبیوتر این هول سیلر.
اول ما ایره دسایت بکنیم که آیا اینمی پروڈکت نوانکی هولسیلرانا که ما دیدیم آیا اینا اعتباری است یا نیست؟ درست است؟ ما عزیز برشان پیسه رو از طریق ماسترکارد ما خریداری میکنیم، کار میتونه از افغانستان که از کار میکنه، از پاکستان هم کار میکنه از طریق ماسترکارد، از ایران نمیفهم. خب اینمی دیستریبیوتور شما پیدا کردین، آل شما ایره دیساید بکنین که آیا اینمی اعتباری است یا نیست. اگر ما بر ازی پیسه روان کردیم، این پیسه ما رو خورده میره نمیره؟ این کلان سوال است نه؟ دار و ندار تا 1000 دلار است، 500 دلار هم دایی بتین درست از دیدین که خب 5 دلار خب فایده میکنه. آل شما ایره چه قسم میفهمین که هولسیلر یا دیستریبیوتور اعتباری است یا نیست؟ دایی کس نالیج کار است نه؟ خب او کس بعد درسای بعدی انشاءالله امرای شما چیز شیر میشه. اول کس ما باید دیساید بکنیم که اینمی هولسیلر که ما دیدیم اینمی جا 5 دلار میده، در امازون 20 دلار، تمام چیز مصارف کشیده برای ما 5 دلار میمانه. باید دیساید بکنیم که اینمی اولین چیزی که چیز میکنین هولسیلر باید اعتباری باشه که کدام دوز یا کدام فیک نباشه که پیسه شما رو خورده بره. دوم کس کریت اکانت ویت هولسیلر، دیساید کنیم که اینمی هولسیلر چیست، اعتباری است. خب بعد از او همراه ازی اکانت جور بکنین، اوجا کس در یک شنگش بر شما آپشن نشان میده که اینمی همراه ازی اکانت هولسیل واس کنین. اکانت هولسیل با اسناد LLC تان جور میشه، وقت شما وقت کنی جا LLC گرفته بودین. نه بر تان گفتم LLC ضرور است، دمی چیز ضرور است، بدون LLC بر شما اکانت جور نمی کنین. دوم میرین همراه LLC تان اکانت جور میکنین همراه دیستریبیوتر. سوم میرین پروڈکت هند میکنین، درست است؟ پروڈکت در امازون میبینه هنتینگ رو میگه که در امازون میپالین، میپالین که پر این پروڈکت در امازون چند است و پیش هولسیلر چند است. در امازون 20 دلار است فرض کن یا 30 دلار است، پیش دیستریبیوتور که 5 دلار است، 6 دلار است، شما میگیرین سودا میکنین. هنت یعنی میره هنتینگ میگه. چارم که چی است؟ اف هاز پروفیت دن بای. دیدین که دیساید کردین که اوتنتیک بوده، همراهش اکاونت هم جور کردین، پروڈکت هم انت کردین، دیدین که مفاد داره، اف اگر پروفیت داره دن بای، برین بخرین، ریسک بگیرین در زندگی تان. باز ببینین که در زندگی شما یک طوفان میه نمیه. اگر پروفیت داشته باشه برین بخرین. پنجمی چی است؟ The billing address of invoice and Amazon seller should be same. ای چی است؟ یکی دا چیز کس دا مو اکانت امازونی تان کس اگر LLC نداشته باشین شما هولسیل کده نمیتانین. اونمو آدرسی که ما گفتم ایجا میخرین نی، آدرس بچی ضرورت است، مالی برتان میگم، اینمی آدرس در شما در امازون اکانت تان کس ثبت میکنین، درست است؟ اینمی آدرس، اینمی آدرس اول امرا از این آدرس کس LLC جور میکنین. باز اینمی آدرس شما کس در امازون که ثبت نکنین که اینمی آدرس LLC ماست، امازون قبول میکنه. بعد از او اینمی آدرس کیست، بعد از او اینمی از هولسیلر که شما پروڈکت خریدین بر شما بجک میته، اجازه نامه بنده، انوایس میگن، بجک هم میگیم، انوایس هم میگیم، اوترایزیشن لیتر هم میگیم، هر چی که گفتم میتانیم اونمو رو برتان میته. شما خود امازون بدون اجازه از او فروخته نمیتانیم پروڈکت کسی دیگر، اونمو اجازه ایش هست. باز امازون ایره چرا قبول کنه؟ باز شما ده هولسیلر میگین که اینمی آدرسی که ده امازون ثبت است، ده ما بجکس آدرس ما را برسان، از طریق آدرس امازون شما را چه میکنه؟ انوایس تان اپروف میکنه. هرگز شما تمام چیز خریدین ده انوایس تان کس آدرسی LLC تان نبود، اصلا او 500 دلار تان ضایع است، امازون قبول نمیکنه، اپروول نمیته. شما بدون اجازه برند خود شما پروڈکت سودا کردن نمیتونید امازون. باز اونمو اجازه نامه را دزیرش کس آدرس خود نوشته کنین، باز امازون میبینه که آدرسی که شما ثبت کردین و در انوایس یک چیز است، باز قبول میکنه. یعنی یک کانسپت است که بر شما داده شده. خب بعد از او چی است دوستا؟ خب ای قدر زود پیش نمید تا امیجا کسی سوال داشته باشه پرسان کنه، 5 دقیقه وقت داره، کس سوال داره دست خود بالا کنه. خب بفرمایید. استاد در بالا ما خوندیم سپلایر با کی میگن؟ اول برند است، باز دیستریبیوتر است، بعد از او هولسیل است. وقت ما برند سرچ میکنیم چرا از خود برند نخریم؟ یعنی ما در اونجا در آمازون که میریم هولسیلر میشیم،
شاید ده برند ارزان تر از هولسیلر را باشه، از اونجا آفرین، چرا نخریم؟ یه ما خوب رفته سوال از است. هولسیلر و یا بالکل بالکل، یه دیستریبیوتر را بسیار بخریم. خوب سوال است. خب باز ما ایره برتان میگم، هر برند کس از خود پالیسی داره، صحیح است؟ ما چرا از هولسیلر دیستریبیوتر میگم؟ چرا که سرمایه ما کم است. پالیسی برندایی است که کم از کم شما سالانه از او 5 لک دلار مال بخریم. شما ایره توافق نامه نشته میکنیم، امضا میکنیم. آیا شما این کار کده میتونیم؟ من بعضی برند ها که من خودم بخیر. کانتکت میکنم، خود نمیکنیم، نه کار کده نمیتونیم. این کار صرف دیستریبیوتور ها همراه برند ها کس توافق نامه میکنه. باز ما این کار کده نمیتونیم، میریم از دیستریبیوتورش میخریم. اگر 1 دلار دما قیمت بتا، اگر همراه برند میکنین هولسیل، ای خوب بسیار فایده زیاد است، ای خوب بسیار اعتباری است، ای خوب بسیار نورن علی نور است. اما ایج یک کمی ماست که سرمایه ما کم است، درست است؟ یعنی سرمایه کمتر به هیچ وجه نمیتر جنس بر ما نه مثلا نو نو 20 قلم. نه 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 نمیده برند، نمیده 20 قلم، نمیده برند 20 قلم، نمیده. اگر یک برند پژمرده باشه، اگر ساعت جدید باشه، 20 قلم خو نمیده. خو بیازو بر شما 20 قلم به نرخ ارزان بده، او خو 1000 دانه روزانه فروشات داره در امازون، از شما که به نرخ قیمت چرا به شما بتوره؟ شما امرای زوما دیروز امرای خودی برند دف گپ زدم، امرایش دف گفت امرای ما توافق نامه نوشته میکنین 5 لک دلار سالانه باید بخرین، اولین اوردر که میخرین 10,000 دلار باشه. گفت ال ال سی تانم باید 2 سال گذشته باشه، یعنی پالیسیش است. باز ما گفتیم ما خود چیز است او قدر فعلا خود 5 لک دلار امرای شما توافق کرده نمیتانیم، شما لطف بکنین به ما دیستریبیوتورای تان معرفی کنین. او به ما دیستریبیوتورایشان گفت ما امروز از اکانت جور کردیم با مال از او میگیم، خیر است 1 دلار قیمت می باشه، اما بازم دیگه چاره نیست دیگه. از دیستریبیوتر بخریم استاد، شاید بتا بر ما مثلا 20 قلم، 100% شاید از او میتونه برند امروز از هولسیل اکانت که جور کنید، شما 1 تن خریداری کده میتونید بنر خونده، اما 1 بار اول هولسیل اکانت امروز از جور بکنید. ما کس ریتیلر حساب میشیم، ما هولسیلر حساب نمیشیم، میرم به فکر تان باشه. اگر ما از برند گرفته در امازون ماندیم، باز ما هولسیلر گری حساب میشیم. اگر نیم ما این از سی دستیر شده باز ما میه، درست است؟ باز ما باز ریتیلر خانده میشیم. اونجا بر ما قیمت تمام میشه، ما تمام شد سنجش کنیم خب هم از هولسیلر خب بگیریم. اینمی مشکل است دیگه، امازون ما گفتم نه، امازون بسیار کمتون مشکل است، امازون اینمیش مشکل است. اگر این دیگه چی مدل است؟ پرودکت میبینیم می از دیستریبیوتر میخرید، امازون سودا میکنی، از دور که ببینید یه قدر آسان معلوم میشه. داخل از دیپ دیپ دیپلی ریسرچ بکنی باز بسیار چیز میشه مشکل، میبینی باز کمتون مشکلات داره. اما ما براتون گفتم نه، 350 میلیون پروڈکت داره. اگر یک تاش بر شما واره نمیکنه، 350 میلیون دیگه اش واره میکنه برتا. دیگه اش ببینین، دیگه اش ببینین، دیگه اش ببینین. کنسیستنسی کار است که شما از این تسلیم نشین. پیشنس کار است، صبر کار است، وقت میگیره، وقت میگیره. خب سراج مایک تان واس کنیم. دلال جان سلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بلال جان در قسمت بالا گفتی که از طریق EIN میتونی که اکانت بانکی جور کنی، 100% یکم معلومات اگر مورا گسترده اگر بگویی که طرف هم حسابش. شما از کدام کشور میخواین جور کنیم؟ از افغانستان. از افغانستان کمتون مشکلات داره، یعنی امکانش نیست، یعنی امکانش ای تو نیست که نباشه، است ای تو هیچ مشکل نیست. اما اونمو بانکا کس پیش همو بانکا کس چیز است، یعنی لیست کشورایش است، یعنی پایونیر است، وایس است. شما حساب مرکزی جور کده میتانی، ایره من برتان میگم او افغانستان قبول میکنه. حساب چه رقمی مرکزی؟ ها؟ از طریق یاین؟ یاین بله بله، مرکری مرکری یک بانک است، ریسرچ بکنین. اون روز من یک دوست ما زنگ زد از جلال آباد، او باز جور کده بوده در اکانت، در امازون اکانت شو وصل کده. خب یکی دیگه بلال جان، خب در قسمت انوایس امازون که گفتی، امی گفتی که تا آدرس LLC ما باید سر بخوره، سر بخوره 100%. اول آدرس LLC تان قبل از اینکه پروڈکت بخرین در امازون کس او را ثبت میکنین، درست است؟ میگین که این بزنس آدرس ماست. باز او آدرس که د انوایس دیستریبیوتور نوشته میکنه، وقتی که شما امرای هولسلر اکانت جور میکنین،
The billing address kes adres khane tane natin, adres company tane batin, adres LLC ra. Bazı vakti distributor ya wholesaler kes nazar ba billing adres tan bar shuma invoice jorma ikona. Bas the invoice ham onu mu adres tan az adres LLC tan vada Amazon ham adres LLC tan sabtas. Amazon az tari qazi baz bar shuma prove meta. Az shuma ra khud namishnasa khod. Hala. U 1.5 million kes ma vakti ke seller dar ha. وقتی که دمی استید وایومینگ ما LLC خود جور کنم نه آدرس ما میخوایم که از اونمو استید وایومینگ باشه و چیز کدام آدرس ها برای زو بکنم استید چه رقم آدرس ما خیلی دمی کلم کار نکنم خب خب سیس ما کنسپت برتان میگم شما قبل از همه چیز میرین اول آدرس میخرین در استید وایومینگ $10 است ماهانه درست است آدرس میخرین باز او آدرسی که خریدین شما باز در LLC مراجعه میکنین وقتی که LLC جور میکدین او جا از شما میگه که آدرس تان بتین آدرس وایومینگ باز اما آدرسی که خریداری کدین او را در LLC میتین او در LLC شما ثبت میشه LLC تان که دستان آمد در EIN تان هم اونمو آدرس ثبت میشه خب EIN تان هم که آمد میرین در امازون ثبت میکنین نام تانه ثبت که کدین امرای آدرس تان میگین که اینمی LLC مست بعد از او در دستیبیوچه را میگن که اینمی آدرس LLC ماست یعنی کل جای اونمو آدرسی که خریده اونمو کل جای پخش میکنه آدرس افغانستان هرگز سایز بلا جان هرگز این وایس قبول نمیکنه بس خب درست تشکر کنسپت ما خب بعد از او کس دوستا لکچر ابدا چی است How to contact with suppliers? Any asal gapas. Wo ma khu supplier am ya team authentic. Ya chi qism ali ma amrazi contact bukunim. Chi qism amrazi ma rabita jur bukunim. Shuma ma bartan wada metim. Wada ne zamanat metim. Yak distributor ba yak salatan kafi es. Agar shuma amrazi relation jur kada batan. Durust es pesh yak distributor 10000 product ne dashta basha. 10000 پروڈکت شش نواشه 50 تاش خود امازون پر فروشتنین پروڈکت می باشه نه با پروفیت با خالص زیاد با مفاد زیاد خو شده می تان نه اونو به یک سال تان کافی است خب ما چه قسم هم رایز ریلیشن جور کنیم اول اکاونت جور میکنیم اگر مشخصات اکاونت اوجا نبود برشان اوجا کس باز هر برند کس از خود ایمیل تمپلیت می داشته باشه درست است ما برتون تمامش عملی میکنم که در دل شما کلام گپ نمانه درست است مثلا من او پیشتر چیز کردم نه از دیستریبیوتور ما برتون خب یعنی کس هولسلر های دف است درست است یعنی کس مثلا برند سنترال هولسل درست است ما ایر کلیک میکنیم داخلی وبسایت از این میشیم داخل از این وبسایت از ایمیشین یعنی کس یک هولسیلر است فرض کنین هولسیلر است خوالی او مسئله که اوتنتیک است نیست او بسار مسئله کنان است اول میرین همراه از ساین اپ میکنین اکاونت که جور کردین صبر کنین ایجا در پایین هم بیاین که بر شما ایجا شاید گفته باشه خب این ریتیلر است خب این هولسیلر نبوده صبر فرض کنید این یک هولسلر است پاینپل هاسپیتالیتی خب ما وقت زیاد میگیره باز اینترنت هم یک کم داره ضعیف شده خب ما برتان بازم کوشش میکنم که بفهمانم اول کس همراه ازی تماس میگیرین اگر اکاونتی اینمی بخشا کس اکاونتی هولسیل نوشته میایه تو اوپن ا هولسیل اکاونت تو کریت ا هولسیل اکاونت دمی بخشا یا دا پاین پاین نوشته میایه اینی بخشا دیجا نوشته میایه شما اینجا کس چی میکنین دوستان اینجا امروز از اول چیز میکنین اکاونت هولسل واز میکنین اگر اکاونت هولسل آپشنش نبود شما برازو ایمیل میکنین درست است ایمیل میکنین یک تمپلیت جور میکنین که ما امروز شما اینترست هستیم که اکاونت هولسل بسازیم به خاطر که شما
بهترین هول سیلر هستین، به خاطر کی ای هستین او هستین، یک کم تعریف میکنین، یک به تمپلیت جور میکنین و را باز برش روان میکنین. خب ما انترنت ضعیف است، اگر این برتان عملی کار میکنم. خب اگر اکاونت هول سیل او جو اپشنش باشه، خو نورن علا نور است، همراه ازو کریت هول سیل بکنین، اکاونت هول سیل همراه ازو جور بکنین. دوم چی میکنین؟ اگر چیز نباشه هول سیل اکان اپشنش، دوم کس ایمیل تمپلیت جور میکنین. پیش هر سپلایر که شما میرین اوجا از اول کس نوشته می نام تنوشته کو نام تخلص تنوشته کو ایمیل آدرس تنوشته کو و نام کمپانی تنوشته کو، داخل کس باز میگه مسیج بکو. دو مسیج کس شما یک کمی معرفت خود از اول جور کده میمانین که ما فلانی هستیم، نام کمپانی ما فلانی است، نام ما فلانی است، نام کمپانی ما فلانی است، کمپانی ما در فلانی شهر است، ما می خواهیم ما انترست هستیم امرای شما اکانت هول سیل واس کنیم. اینمی گپار نوشته کده یاین تانم دو جه کس چیز بکنیم بانیم منشن بکنیم. بعد از دو مسیج کس اینی مسیج باز من دازن اوجه بس سبمیت میکنیم، ایره میگه کانتکت تمپلیت. اگر ایم نداشته باشه 100% ایمیل داره، ایمیل دمو آخرش که بین کانتکت از پیش هر سپلایر که بین کانتکت از نوشته می دوره یک بزنین ایمیل یا فون نمبرش، اگر فون نمبرش بود یعنی کال در او زنگ بزنین. عزیزا اگر وقتی اگر ایجا شاو باشه امریکا روز می باشه، اگر ایجا شاو زنگ بزنین برشان، اگر ایمیل نداشته باشه ایمیل یا فون نمبر ضرور می داشته باشه هر چیز. دو جا باز ده ایمیل نوشته کنین که ما انترست هستیم، بعد از یک روز دو روز برتان جواب می، اگر اپروف شوین نورون علا نور است، همراه شما ریلیشن جور کردین. میتونین تمام پروڈکت از به نرخ عمده گرفته به نرخ پرچون در امازون بفروش. این بیسی کنسپت است. خب بعد از او چی میکنیم؟ لکچر 18 چی است؟ How to find suppliers. درست است؟ How to find suppliers. یعنی مهمترین سوال ای است، ما خو پروڈکت هم یافتیم، تمام چیزی یافتیم، مثلا این پروڈکت دیدیم که در امازون چی است؟ فروشات زیاد داره. درست است؟ فروش ها زیاد داره. آلی ما چه قسم هول سیلر از رو یافت کنیم؟ برند فعلا از فکر تان بکشن، چرا که برند ایم او کیو زیاد داره، پولیسی از بسیار زیاد است. اینمی را چه قسم شما هول سیلر از رو یافت میکنیم؟ ما قسمی که نو پیشتر عملی سر تان کار کدن، نامی امو برند میگیرین، سکنون سرچ برند نیم منشن، نام برند نوشته میکنین، مثلا نام برند ما سعادت است، نام سعادت نوشته میکنین، باز میگن که هول سیلر اینمی را پیدا کو با ما. درست است؟ خب اسکرین شیر میشه مرتان؟ بله استاد. خب باز نام از او را کس منشن میکنه، برتان عملی نشان دادم، مثلا سعادت هول سیلر این یو اس ای یا دیستریبیوتر این یو اس ای، بر تا اینجا گفتیم سرچ برند نیم منشن هول سیل برند نیم منشن، نام برند ذکر بکنین. درست است؟ بعد از دو طرفش نوشته کنین، هول سیلر خواستین هول سیلر کار دارین هول سیلر نوشته کنین، اگر هول سیلر کار ندارین دیستریبیوتر نوشته که دو گوگل ریسرچ سرچ میکنین، برتان 50 دانه برتان میکشه. اولین طریقه. دومین طریقه چی است؟ سرچ این گوگل میپ. گوگل میپ میرین دقیق، ای بسیار خطرناک چیز است. گوگل میپ میری اوجه میگن یونایتد استیت، گوگل میپ کی نوشته که باز گوگل میپ کیس یونایتد استیت کیس بغلاش خط زرد میکشه، میگه شما فعلا در یونایتد استیت قرار دارین در نقشش. باز شما اوجه نوشته کوین یونایتد استیت پاک کوین، باز اوجه شما داخلش استین که بر شما تسلی پیدا شو که نمی هول سیلر در امریکاست. باز اوجه نوشته کوین که دف یا سعادت دیستریبیوتر در فلانی شهر، در وایومینگ شهر، در استیت وایومینگ، همو تو نوشته کنین، اون مکمل نقشه کس دمو چیزی که سپلایر کشید به مو طرف شما را زوم میکنه، اگر شما از نقشه استفاده کرده باشین. ای کس دومین طریق است. سومی ای است که در وبسایت برند برین، در وبسایت برند یعنی مثلا دف، ما بسیار مثال میتیم دفع، در وبسایت دف برین اوج ایمیل نمبرش و کانتکت نمبرش کار است. اگر انگلیسی تان اوقدر امپروف نیست، کسی که انگلیسی بلد باشه او را بیارین بگوین که همراه ازی گپ بزنه و ازی درخواست اکانت هول سیل بکنه، در او برتان جواب میده، ده 5 دقیقه برتان جواب میده، ده 5 دقیقه گپ تان شما خلاص میکنین.
خوش خودی تان اگر کم اتوم انگلیسی بلد باشین اوکیس بعد از مایده مایده یاد میگیرین ما که وقت شروع کردین ما خودم دراپ آوت صنفی داشتم ما یعنی چیز خو مکتب درست خلاص نکردین ما روزای اول که می چیز امره برین گپ میزن ما استرس پیدا میکردم حالا ماشاءالله بعضی شما کس لیسانس خوندین بعضی تان دکترا خوندین ماشاءالله خوب هستین شما ما وقتی که شروع کرده بودم استرس داشتم به خاطر اینکه ما هیچ کورس نخوندم انگلیسی مکتب درست نخوندیم پانتون درست نخوندیم خب بعضی ما کوشش کردیم شما هم کوشش بکنین اگر شما کال کردن نمیتون ایمیل از اون بگیرین همراه پروفشنال ایمیل کار کنین درست است میره منشن میکنن پروفشنال ایمیل ساده ایمیل نه پروفشنال ایمیل دیگه کار میه پروفشنال ایمیل اونا برندا هولسلر را شما را از طریق برند تان میشناسه پروفشنال ایمیل تان میشناسه پروفشنال ایمیل که باشین شما یک کم با عزت میشین پیش از اونا اگر بس ایمیل ساده بکنیم میگیره ما جواب نمیدیم جواب ارگز برتن نمی اگر بهم یک دو ماه سه ماه بعد برتن جواب می پروفشنال ایمیل باشه ده روز برتن جواب می این خوبی پروفشنال ایمیل است ایمیل از اونا میگیرین ده ایمیل تان می ده پروفشنال ایمیل نوشته میکنین که ما فلانی هستیم ده از کمپانی ما برتن میگم درست است ما وقتی که زنگ میزنیم یعنی سه ما برتن چوز میکنم اکشنش میکنم نه Hello, this is Bilal Sadat. Durust is managing manager at Sadat LLC based in Delaware State, yeah, Wyoming State. We are interested to open a wholesale account with DEF. Yeah, falani brand. Durust is? Baz ona kis policy khuda mega. Ma mega agar shuma wholesale account amra ima jor mekunin, shuma eni eni chiza ra dashta bashin. Agar shuma az ma namitani, eni mega namai distributor ima shuma dar ona ushta gada begirin. باز اونای دیستریبیوتور از اونا کانتکت بکنین اگر برند بر شما خودش ریکامند کرد که اینمی دیستریبیوتور های ماست او 100% اعتباری است چرا که میلیون دلار بیلیون دلار کمپانی ها کیست اگر یک چیز به کسی ریکامند میکنه او 100% اعتباری است اگر شما از برند گپ زده دیستریبیوتور هایشان گرفتین مثلا برند میگه که اینمی چیز ماست گپ زدیم امرایش میگه که اینمی قوانین ماست پر اکدمی تانی شما میگه که نه باز میگه که اینمی دیستریبیوتور های ماست خیلی شما بری از دیستریبیوتور های ما بگیرید او دیستریبیوتور ها شما میرین او دیستریبیوتور ها و 100% اعتباری می باشه که خود برند بر شما ریکمند کرده باشه اگر کال کرده نمیتونین ایمیل بکنین درست است ایمیل دی ایمیل یک گپای خوب بزنین که شما برند تانی قدر ماشاءالله خوب است دیگه است دیگه است یکم چیز بکنین روغن بزنین سر خلاص روان بکنین جواب میای حتما برتن جواب میای یا ریجکت شوین اگر شما ریجکت کنه بر شما تجربه حاصل میشه اگر شما را قبول بکنه یعنی کنان چیز است سعادت است خب 19 لکچر چی است تولز ای تول کانسپت فور امازون هولسل تولز ما چی قسم میتانیم که در امازون کس پروڈکت یافت بکنیم درست است پروڈکت ما چی قسم میتانیم در امازون یافت بکنیم ما براتان یک مثال میتم الله کس به ما کس پای داده سیز ما میتانیم همراه پای خود به بازار یا به کشورهای دیگر رفته میتانیم این قدر قادر قدرت ما داریم که الله به ما داده خی ما چرا از موتر استفاده میکنیم درست است چرا ما از موتر استفاده میکنیم این فکر بکنیم چرا که موتر کاری ما را آسان میکنه اگر ما در دو ماه در کشور دیگه برسیم اگر در 20 ساعت ما در نیم ساعت ما در چیز برسیم در بازار این ما را در 5 دقیقه میرسانه یعنی موتر کس تولز حساب میشه تول به خاطر اینمی کس ما از 350 میلیون پروڈکت امازون ما چه قسم یک پروڈکتیف پرفروش یافت بکنیم اگر ما دانه دانه پروڈکت های امازون را چک بکنیم خب این خب سالها با چیز میکنه سالها وقت میگیره دانه دانه چک کنیم نو سمارت ورک امازون سمارت ورک ما تول میخریم 15 دلار 10 دلار 20 دلار تول است یعنی کیپا جنگل اسکاوت اینا تول است درست است از اونها میخریم 10 دلار ماهانه 15 دلار است ما خود ما پروواید میکنیم 15 دلار است کیپا خب اون رو باز میخریم کیپا از هر جا که میخریم ما خود اینجا ادورتایزینگ نمیکنیم درست است از هر جا که میخریم کیپا یا انمی انمینا که تول است بر شما کار آسان میکنه درست است مثل که موتر به ما کار آسان میکنه تیاره به ما کار آسان میکنه یعنی کیپا برای ما کمک میکنه که ما یک جنسی صحیح در امازون یافت بکنیم که در 5 دقیقه
اگر ما دانه دانه پروڈکت های امازون رو چک بکنیم در یک سال ما خلاص کده نمیتانیم. درست است 350 میلیون پروڈکت در زبان آسان است. ای برای ما در 5 دقیقه کار ما رو خلاص میکنه. در بدل 10 دلار یا 15 دلار در یک ماه. Important tool for Amazon wholesale. شما اگر هولسل میکنین بر شما چی چیز کدام تولا بر شما ضرورت است؟ یکی کیپاس، کیپا یک تول است که بر شما پروڈکت یافته میتا خودش میگه که اینمی پروڈکت در امازون زیاد سیل داره یا پرفروش ترین یا ویننگ ترین پروڈکت است و این پروڈکت بر شما خراب ترین پروڈکت است. کلش بر شما اینالایز میکنه، شیر شیر میگه، آب آب میگه، درست است؟ خب سمارت سکاوت یکی کیپا ضرورت است، یکی سمارت سکاوت. کیپا به خاطر پروڈکت ضرورت است، سمارت سکاوت کی است به خاطر برند که ما چه قسم یک برند به ما بندکترین پیسه ما زودترین اپروول بده. سمارت سکاوت کی است بر شما کمک میکنه. ما یک یوتیوب چنل در ویدیو خود یک یوتیوب چنل ما یک ویدیو ما نیم در یوتیوب چنل ما لینک از در دسکریپشن همین ویدیو انشاءالله میمانیم که سمارت سکاوت ما از چه قسم در 5 دقیقه ما چندین برنده را یافت بکنیم. درست است تول، important tool. تول امور میگه که که بخاطر یافتن پروڈکت به ما همکاری میکنه. خب بیستومین لکچر چی است؟ این خطرناک ترین لکچر است در بین مکمل لکچر ها. ما چه قسم بفهمیم که یک پروڈکت پرفروشترین پروڈکت است در 5 دقیقه؟ ما بر شما گفتیم که پروڈکتی پرفروش که یافتین هولسیلر شا پیدا کردن آسان است. در گوگل میرین سرچ میکنین اینمی پروڈکت هولسیلر شا دایان یافت کن. گوگل برتان کشیده میتا یا اونمو پروڈکت همراه برند شا گپ بزنین، همراه دستیبیوتر شا گپ بزنین. سیمپل است دستیبیوتر یافتن. اما پروڈکت ما چه قسم بفهمیم؟ که این پروڈکت اگر ما بیاریم از ما سیل میشه، نقص نمیکنه از ما. این ما چه قسم بفهمیم؟ چند کریتریا است که مد نظر میگیرین؟ کم از کم 50,000 بیس سیلر داشته باشه، از یک تا 50,000. ما به خاطر از یک ویدیو کشیدیم در یوتیوب چنل خود، لینک از ما در دسکریپشن میمانم. یک پروڈکت ما آلی ای بیسیک لیول است. آلی بعضی ها پرسا میکنه که سیلر رنگ چی است، ای چی است. امیج یک چند تا دوستا بایی شاید باشن که سرشان در این چیزا خلاص نشه، اما انشالله ایسا ایسا خلاص میشه. خب کم از کم از یک الی 50,000 سیلز رنگ داشته باشه. درست است. او ویدیو ما را ببینید، ما در یوتیوب چنل خود ماندم که ما چه قسم پروپرلی هانتینگ میکنیم. 4 دانه اف بی ای سیلر داشته باشه، امازون اوت اف استاک باشه، او پروڈکتی که ما میخوایم بفروشیم او را امازون خودش سودا نمیکده باشه، پرایسش قیمتش از 20 الی 100 دلار باشه، پرایس کنسیستنسی باشه، یعنی پرایسش د سیم کیس تغییرات زیاد نمیده باشه. مثلا در هولسیل کس بعضی وقتا رقابت زیاد میشه بین فروشنده. اینمی پروڈکت کس 20 دلار است، سه ماه پیش کس 22 دلار بوده، یعنی 2 دلار تفاوت کرده. این فرق نمیکنه. اگر این پروڈکت سه ماه پیش کس 30 دلار بوده اما سه ماه بعد این به 20 دلار آمده، این پروڈکت هرگز نخرین، نقص میکنه. پرایس کنسیستنسی باشه، یعنی در سه ماه قدر زیاد تفاوت نکده باشه. شش کس اوفر این بای باکس استاتستیک ویت روتیشن. درست است؟ شما میرین در کیپا اوج کیپا را که وصل کردین، ما بخاطر از ویدیو پروپرلی کشیدین در یوتیوب چینل خود، شما میرین وی چیز کیپا را انستال میکنین در چیز تان. کیپا یک ویب سایت است، یک اکستنشن است، او را انستال میکنین در امازون تان. از طریق از او شما چک میکنین. ویدیو از او را ما میمانم شما چک کده برین. اینجا من مختصرم را شما شیر میکنم. هشتم کیس، هفتم کیس، پروڈکت دیپ میچینگ ویت سپلایر. دیستریبیوتورش هم یافتین، فرض کن یعنی این پروڈکت کیس 100% اینمی کیس به ما فایده میرسانه. باز پیش هولسلر کیس امی 5 دلار است، در امازون کیس 20 دلار است. کلی چیزا کشید ما 5 دلار میمانه. اینمی اولین چیزی است که امی ببینین اردوش یک چیز است یا نیست، میچ میکنه نمیکنه، یو پی سی کدش میچ میکنه نمیکنه، خود پروڈکت میچ میکنه نمیکنه. خدا نخواسته پروڈکت کس فیک پروڈکت نماشه که مکمل اکاونت شما رو خراب میکنه. خب این رو میچینگ باید بکنیم. اشتم چیست؟ پروفیت مارجن. کم از کم 10 الی 15% یک پروڈکت بر شما فایده بده. مثلا نرخ پروڈکت کس 10 دلار است، اگر این ما 10% فایده شو بکشیم به ما اینمی نه فرض کنیم یک اینمی پروڈکت 20 دلار است، امی پروڈکت کم از کم به ما 2 دلار تمام چیز کشیده بده.
2 ila 3 dolar. Profit margin از 10 ila 15 20 20 tan başı behtar az. Taksim kunin 20 dolar kıymet şas yani bana tamamı çize kaşıda 10 dolar bana fayda bana. Dürüst az. Hop. For new account sell and get products. Bakhatri enemi gap ma 2000 dolar zarar kedim bari aval. Enemi gap ama nami famidim. Man az tecrübe khud ile share mekonum. Account şuma agar jadid başa, account tan jadid başa, account tan jadid başa şuma da product engage buramı. Ki approval giriften o az o asan başa. Niye ki şuma burin da mesela da brandai kalan kalan Nike, Adidas, ina kez bısar müşkil es approval giriften iş. Şuma be inerin, şuma be brandai xurt xurt burin, amra brandai xurt xurt. Agar account şuma jadid başa, با پروڈکت های انگیت بروین که اپرووال گرفتن از او بسیار آسان است. خب این بستمین لکچر شد. این امرا از ما چیز نمی کنم عملی کار نمی کنم بخاطر از این ما ویدیو پروپرلی در یوتیوب چینل خود مانیم او را دیده شما ببینید چیز بکنید او را ببینید پروڈکت هنگین چه قسم میشه. این یک بیسیک لیول است که ما این درس چیز بخاطر صرف امو است اینجا او قدر زیاد عملی کار نمی کنم. خب 21 چی است؟ What is the prep center? اگر شما انشالله هولسل شروع بکنید دوستا با زمره پرپ سنتر کس آشنا میشین شما از دیستریبیوتر انمی پروڈکت گرفتین 5 دلار در امازون سودا میشه خب 20 دلار باز دیستریبیوتر بر شما کیس امازون بر شما وقتی که شما در امازون بخواین امازون بر شما لیبل میتا اس ان کد میتا یو پی سی کد میتا لیبل کارتن میتا میگه انمی چیز در کارتن چسباندگی باشه درست است ایر خود زیادتر هولسلر را ای کار برتان نمی کنه صرف شما اوجا آدرس تانه می تونی او آدرس بر شما روان می کنه دا آدرس تان روان می کنه او بر شما پیک نمی کنه دا بغلاش اسین نمی زنه بارکوت ای کار هولسلر را بعض جایش نمی کنه شما بعد از او چی می کنین باز پیسه مصرف کده و دا چیز می رین پریپ سنتر که صرف بخاطر اینمی کار که لیبل امازون بزنه دا کارتانا برابر بکنه مثلا یک پروڈکت کیس در امازون 3 تایش 20 دلار سودا میشه اما پیش هولسلر کیس یک تایش 2 دلار سودا میشه شما کیس 3 تای ازور یک جا کنین 6 دلار میشه 6 دلار بس او خو دیستریبیوتور خو 3 تای ازور خو یک جا کدن نمیتونه برتن ده کارتن انداخته برتن مکمل اومده روان میکنه یک کارتن کنن ای ده پرپ سنتر میره پرپ سنتر کیس 3 3 دانه ای کده ای را پک میکنه ده یک کارتن باز اسینای امازون هم میزنه باز ایرا به امازون اوان میکنه ایرا میگه پرپ سنتر درست است این ایرا میگه پرپ سنتر بعضی دیستریبیوتورا هولسلرا که ای سرویس بر شما نمیده و شما مجبور میشین از پرپ سنتر استفاده کنید خب سوال آخری بیسیک لیول چی است How I start Amazon from Afghanistan این بسیار سوال زیاد است که از نپرسان میشه ما چه قسم می تانیم از افغانستان امازون شروع بکنیم ایران امازون قبول نمی کنه پروپرلی درست است ایران هم ملی کارش قبول نمی کنه چرا که اونا کس چی است تحریم است نه پاکستان قبول می کنه افغانستان قبول می کنه بنگلادش قبول می کنه هندوستان قبول ازبکستان چیز تاجیکستان ترکیه اینا را کلش قبول می کنه خب ما چه قسم می تانیم از خودی افغانستان امازون شروع بکنیم اول کیس شما کم از کم 6 ماه الى 8 ماه وقت می تین که امازون یاد می گیرین درست است با یک ویدیو با یک لکچر شما امازون یاد گرفتن می دان اگر شما جدید باشین دوم کیس کم از کم از 15 الى 2000 دلار سرمایه داشته باشین سوم کیس یک تا LLC همراه تمام دوکیمنتش در امریکا جور میکنین چهارم که از پاسپورت یا تذکره الکترونیکی باید شما داشته باشین پنجم که از یکی از بانک های افغانستان به غضنفر بانک یا مایکرو فیننس بانک یا ای ای بی بانک یا ای یو بی بانک یا عزیزی بانک در یکی از اینا باید شما حساب اکاونت داشته باشین درست است اکاونت بانک داشته باشین ششمی است که از اونا یک تا شما ماسترکارد باید داشته باشین درست است سوال فعلا پرسان نکنید باز وقت وقت میتونم ماستر کارت کی انٹرنیشنل ترانزکشن داشته باشه شما باید از او داشته باشه که یک بانک کلش بر شما پروواید میکنه مثلا ما برتان نشون میدم این چیز است
یعنی ماسترکارد است. یعنی سه کن یعنی یعنی از افغانستان گرفتم، از بانکای افغانستان کار میتن. یعنی درست است؟ خب این از این ماسترکارد باید داشته باشین. چرا ایره 20 دلار بر شما بانک میده؟ ایره پیمنت های از ایره کس از مثلا از ایران کس صرف داخل ایران کار میده، کارتاش درست است؟ کار چارج کارت میگن یا کار چارج میگن چی میگن؟ اما بیرون از ایران کار نمیده. ای که شما در دبی میرین، امریکا میرین، استرالیا میرین، اروپا میرین، این در تمام جای برتن کار میده. آنلاین خریداری هم بکنین کار میده. درست است، خوبی از این است. افتم که از استیتمنت بانکی داشته باشه، بانک برین برتن استیتمنت کشیده میده اگر اکانت داشته باشه. یعنی می چیزا رو شما پوره کدین، شما میرین در امازون سیلر سنترل میرین، اکانت جور میکنین و بزنس خود استارت میکنین. خب انشاءالله درس امروزی ما دمیجا تمام میشه. اگر کسی که سوال داشته باشه آزادانه پرسان کده میتانه. ده دقیقه وقت داریم، دست خود بالا کنیم، سوال تانه پرسان کنیم. خب نو کسی دست خود بالا کده بود؟ کسی سوال داره؟ السلام علیکم، بخشید میخواستم که بانک افغانستان معتبر است؟ چی هسته؟ معتبر است مثلا؟ 100% 100% کار میده. غضنفر بانک بهترین بانک است در بین بانک ها، این بست است. همراه از اکانت جور بکنم و معتبر است. خب بپرسین دکتر صاحب اقبین. عرض سلام احترامات دوباره. آیا اکانت خود در افغانستان فعال کنیم و بیایم ایران کار کنیم امکان داره؟ 100% اگر در ایران کار نده وی پی ان وصل کنیم. آها، سوال دومی که ماستر کارت چی به ایران کار میکنه؟ از ایران کار نمیکنه ماستر کارت. پس وقتی ایران کار کنیم با چگونه ما پیمنت خود بگیریم؟ مثلا اینجا شما ماستر کارت در بانک افغانستان جور کنین، خب اینجا پیش کسی قامایتان باشه یا از قامایتان استفاده کنین میشه مصر کارشه. خب باز او را گرفته شما کتلایی نسی کنین، اینجا کتلنبر داره من نشان نمیتم، اینجا یعنی این اردوش در امازون برسانین، این خود از این کار نیست بر شما فیزیکی باشه، اما نمبرش کار است، برسانین قبول میکنه. باز مو اقاربه که ما پیش کارت ماندی مو با ما پیمنت ما بفرسته اما تو؟ نه نه پیمنت نمی فرسته، از خود امازون خودش از او دایرکت می گیره پیسه. سرتان خلاص نشد به نظرم؟ نه خلاص شد استاد، هدف ما این بود که مثلا ما اکانت داریم و به فروش هم می رسانیم جنس های ما را، پول های ما خب اکانت بانکی ما میایه، او پول ها را ما چه قسم دریافت کنیم باز اگر ماسترکارد تو ایران کار نکنیم؟ در ایران میخواین چیز بکنین؟ در ایران میخواین پیشتان بگیرین؟ حواله؟ بله حواله در افغانستان خیلی خواه آزاد است، پیسه تان در افغانستان میو خواه گرفتن در ایران آسان از اونه. یعنی از او کارتون با یک صراف افغانستانی رو کنم، از صراف افغانستان دوباره به حساب خودم در ایران، ایتو بالکل میشه 100%، اما پیسه رو در افغانستان که آوردین اونمو دیگه گپ خلاص از کلی کار میشه. و جا دارد از شما جناب صادق یک تشکری خواست کنیم به خاطر از اینکه وقتتون در به خاطر ما سپری کردیم و قدر معلومات را با ما شیر ساختیم، باز هم جهان سپاس از شما. سلامت باشین، بخیر باشین. خب جمال شیرجان سوالتان پرسان کنیم. السلام علیکم سعادت صاحب. و علیکم السلام. چیزی که سوال داریم پرسان کنیم، بعد از ما یاف نمیجیم سعادت صاحب. ما بسیار نادر هستیم، در خارج هستیم. خب دیگه حساب بانک در کانادا هستیم، حساب بانکی اکام پرابلم نیست، نمبر تلفن کامو میچاله نه از اینجا. بالکل دیگه آدرس هم که انشاءالله پرابلم نیست. یک پروفیشنال اکام جور کنم باید LLC و ریسل سرتیفیکیت به خاطر ولسل. خب بدون ازی هم کدام چیز دیگه کار است؟ آدرس کانادا تان کار نمیده؟ کار نمیده؟ نه
شماره تلفونتان کار وقتی که میکنم. دایلیسید نمبر چی که دایلیسید امریکا جور کنم باید آدرس از اونجا بگیرم از اونجا خریداری کنین بالکل. من یک دوست دارم در کانادا است، اونا هم تو میکنن، اما تلفن شماره تلفن کار میده، چرا که اردوش کد نمبرش یک چیز است. درسته، در کدام ولایت سعادت صاحب اینی LLC جور کنیم خوبتر است؟ ریکمندیت من میکنم تگزاس یا وایومین. وایومین خوب است، ارزان هم جور کنیم یا تگزاس. پایینی؟ نه نه وایومین یک استیت است بنامی وایومین، WYOMING وایومین. ما خودم جور کنیم. وایومین خب دیگه. یک و سعادت صاحب یک آخری سوال، که وقتی که LLC جور میکنیم آزادانه پرسان کنیم تاریخی اسپسیفیک داره؟ مثال که اینالی یگان میگه در جون جولای باعتن که ما او اکسپایر میشه، اگر کسی از او باد کنه یا از او پیشتر کنه باید دوباره کنه یا نه هر وقتی که ما جور کنیم سر سال خود پوره میشه؟ نو 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 فرق میکنه سه کنین، از هر استیت فرق میکنه، از دلیور استیت کیس، یعنی هر استیت یک قانون جدا داره. دلیور استیت کیس تو بفهمیم ما برتان میگم، ما برتان میگم، در گوگل سرچ بکنین مثلا سرچ کنین وایومینگ ال ال سی انوال ریپورت، برتان کلش میگه انوال ریپورت نوشته کو میگه تمدید سالانه اش $10 یا $20. خب دای تاریخی رو وقتش تمدید میشه، خب سیلز تکس یک کلش برتان میگه انوال ریپورت نوشته کو. مثلا شما میخواین د کالیفرنیا جور بکنین، کالیفرنیا کلی تان بلد هستین نوانا، اگر نام ششونی دو باشه ویرجینیا، کالیفرنیا، واشنگتن، واشنگتن دی سی استیت. خب آلی شما دیج اگر بخواین جور بکنین شما دا گوگل برین مثلا نیویورک ال ال سی انوال ریپورت، یا ما اینجا یک عملی کار کنم دوستا. وقت اگر داشته باشین خوب میشه، نه خو خیر باز ریسرچ میکنیم. برنامه نشد برنامه دیگه میتینگ داشته باشه این چیزا رو تبریک کنیم خیلی خوب میشه. نه 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 من بسیار نادر هستم باز یافت نمیشم، من دو ماه سه ماه تو گم شده میشم. شما مناسب ببینیم مال هستیم. من سوال دارم، من یک ساعت هم دیگه وقت دارم. ما بر شما شما مثلا طریقی درست کردن LLC